در شب پنجم تا ششم دسامبر قطار در مسیری به طول تقریبی پنجاه مایل با سرعت زیاد به سمت جنوب شرقی حرکت کرد. سپس همانقدر که به دریاچه نمک یوتا نزدیکتر می شد به طرف شمال شرقی تغییر مسیر داد. حوالی ساعت 9 صبح پاسپارتو برای هواخوری روی پل بین واگن ها رفت. هوا سرد و آسمان ابری بود اما دیگر برف نمی بارید. صفحه گرد خورشید که زیر لایه مه درشت تر شده بود مانند سکه ای طلایی به نظر می آمد. پاسپارتو مشغول محاسبه قیمت آن به پند استرنینگ بود که سر آدمی بسیار عجیب پیدا شد و از آن کار بیهوده دست کشید. آن شخص که در ایستگاه الکو سوار قطار شده بود مردی بلند قامت با موهای قهوه‌ای تیره و سبیل سیاه بود. جوراب‌های های مشکی به پا و کلاه سیلندری مشکی بر سر داشت. جلیقه و شلوار مشکی، کراوات سفید و دستگش از پوست سگ پوشیده بود. شبیه پدر روحانی ها بود. از این سر به آن سر قطار می رفت و اطلاعیه دستنویسی را با خمیر مخصوص مهرموم روی در واگن ها می چسبند. پاسپارتو جلو رفت و یکی از آن اطلاعیه ها را که جناب ویلیام هیچ بزرگ مبلغ مذهبی مرمون نوشته بود خواند. او از حضور خود در قطار شماره 48 سود می برد و بین ساعت 11 تا 12 ظهر در واگن شماره 117 درباره مرمونیسم سخنرانی می او از همه جنتلمن هایی که به کسب معلومات در زمینه اسرار مذهب مقدسین آخر زمان علاقه مند بودند دعوت به عمل می آورد. پاسپارتو که از مرمونیسم چیز زیادی نمیدانست مگر اینکه چند همسری از اصول پایعی جامعه مرمون ها محسوب می شد، با خود گفت حکما میرم. خبر به سرعت در قطار که حدود صد مسافر داشت سر زبان ها افتاد. از آن تعداد سی نفری فریب جذابیت سخنرانی را خوردند و در ساعت یازده نیمکت واگن شماره 117 را اشغال کردند. پاسپارتو در ردیف اول علاقمندان نشسته بود. اربابش و فیکس هیچ یک به خود زحمت حضور در آن جلسه را نداده بودند. سر ساعت تعیین شده ویلیام هیچ بزرگ برخاست و با صدای عصبی انگار با او مخالفت کرده باشند فریاد زد. من به شما میگم که جو اسمیت شهیده که برادرش هورام شهیده و آزار و اذیت پیامبران توسط حکومت ایالات متحده باعث شهید شدن بریگام یانگ خواهد شد چه کسی جرأت مخالفت داره کسی جرأت نکرد با مبلغ مذهبی که برخلاف ظاهر آرامش بسیار هیجان زده بود مخالفت کند اما بدون شک عصبانیتش به سبب این بود که مرمونیسم در آن زمان فشارهای زیادی را تحمل می کرد. و در واقع حکومت ایالات متحده با تلاش بسیار موفق شده بود تعداد آن استقلال طلبان متعصب را کم کند. دولت توانسته بود پس از دستگیری بریگام یانک که به یاقیگری و چند همسری متهم بود یوتا را به زیر سلطه خود درآورد. از آن زمان به بعد پیروان پیامبر تلاش خود را دو برابر کرده بودند و در انتظار فرارسیدن زمانی که بتوانند دست به عمل بزنند با سخنان خود در مقابل ادعاهای کنگره می ایستادند. آشکار بود که ویلیام هیچ بزرگ برای تبلیغ آین جدید خود تا خطوط آهن پیشروی کرده بود. او شروع کرد به تعریف کردن تاریخ مرمونیسم از زمان کتاب مقدس و با بالا بردن صدا و حرکات شدید سر و دست سخنان خود را جذاب تر کرد. اینکه چطور در اسرائیل یک پیامبر مرمون از قبیله یوسف تاریخچه آین جدید را منتشر کرد و به پسرش مورانی سپرد چطور چند قرن بعد جوزف اسمیت پسر مزرعهدار ایالت ورمونت آن کتاب با ارزش را که به زبان مصری نوشته شده بود ترجمه کرد و در سال 1825 خود را در مقام پیامبری عرفانی آشکار کرد عاقبت چطور در جنگلی پر نور قاصدی آسمانی بر او ظاهر شد و کتاب پروردگار را به دستش داد در آن لحظه چند شنونده که به شرح تاریخ گذشته که مبلغ تعریف می کرد و چندان علاقه ای نداشتند واگن را ترک کردند. اما ویلیام هیچ ادامه داد و تعریف کرد چطور اسمیت پسر با گرد هم آوردن پدر و دو برادرش و چند هوادار توانست دین مقدسین آخر زمان را پای گذاری کند؟ دینی که نه تنها در آمریکا بلکه در انگلستان، اسکاندیناوی و آلمان پیروانی داشت و در میان آنان پیش وران و اشخاصی دارای شغلهای آزاد دیده می شدند. چطور اردویی در اوهایو شکل گرفت؟ چطور عبادتگاهی به قیمت دویست هزار دلار و شهری در کرکلند ساخته شد؟ چطور اسمیت بانکداری جسور شد و از یک نمایش دهنده مومیایی ها پاپیروسی دریافت کرد که حاوی داستانی نوشته شده به دست ابراهیم و دیگر مصریان مشهور بود روایت مرد مبلغ کمی طولانی شد و ردیف شنوندگان باز هم خالی هر شد و فقط 20 نفری باقی ماندند اما آلی جناب بدون توجه به خالی شدن نیمکتها با جزئیات برایشان تعریف کرد. چطور جو اسمیت در سال 1837 ورشکست شد؟ چطور سهامدارانش که خانه خراب شده بودند، سرتاپایش را غیر مالی کردند و در پر قلتاندند؟ چطور چند سال بعد در ایندیپندنس در ایالت میسوری از قبل هم آبرومند تر و ارجمند تر شد و به ریاست ای پر رونق درآمد که کمتر از سه هزار هوادار نداشت و چطور به دلیل کینه کافران مجبور شد به غرب آمریکا بگریزد؟ هنوز ده شنونده باقی مانده بود که در میانشان پاسپارتوی شریف با دقت تمام گوش می کرد. او فهمید که چطور پس از آزار و اذیت‌های طولانی سر و کله اسمیت در ایلینویز پیدا شد و در سال 1839 در سواحل میسیسیپی وولا وولابل را بنا نهاد که بالغ بر 25 هزار نفر جمعیت داشت. چطور اسمیت شهردار قاضی القضات و فرماندار کل آنجا شد؟ چطور در سال 1843 کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده شد و عاقبت چطور به دام افتاد و در کارتاژ زندانی شد و گروهی مرد نقابدار او را به قتل رساندند در آن لحظه فقط پاسپارتو در واگن مانده بود و مبلغ مذهبی در حالی که به او خیره شده بود و او را با سخنان خود مسهور می کرد برایش بازگو کرد که دو سال پس از قتل اسمیت بریگام یانگ جانشینش و پیامبر صاحب وحی نعوو را ترک کرد و در ساحل دریاچه نمک مستقر شد و در آنجا در آن سرزمین فوقلاده در منطقه حاصل سلخیز در مسیر مهاجرینی که برای رفتن به کالیفرنیا از یوتا می گذشتند جامعه جدیدی بنا که به لطف آداب چند همسری مرمونیسم به سرعت رشد کرد. ویلیام هیچ اضافه کرد به همین دلیل که حسادت کنگره علیه ما برانگیخته شده به همین دلیل سربازان ایالت متحده سرزمین یوتا را زیر پای خود لگدمال کردند و رئیس ما پیامبر بریگام یانگ رو با بیعدالتی تمام به زندان انداختند آیا تسلیم قدرت میشیم؟ هرگز رانده شده از ورمونت رانده شده از ایلینوی رانده شده از اوهایو رانده شده از میسوری رانده شده از یوتا ما دوباره سرزمین مستقلی پیدا میکنیم تا در آنجا چادر بزنیم آلی با نگاهی غضبناک به تنها شنونده خود خیره شد و ادامه داد و شما ای مرد مؤمن آیا چادر خود را زیر پرچم ما برپا می کنین؟ پاسپارتو با شجاعت جواب داد خیر و فرار کرد و مرد مجنون را تنها گذاشت تا برای واگن خالی موعظه کند. اما در طول آن سخنرانی قطار به سرعت پیش رفته و حوالی ساعت دوازده نیم ظهر به نقطه شمال غربی دریاچه نمک یوتا رسیده بود. از آنجا می توانستند به چشمنداز وسیعی از آن دریای داخلی که به دریای مرده نیز معروف بود نظری بیندازند. جایی که رود جردن آمریکایی به آن می ریزد. دریاچه ای شگفتانگیز بود. محصور شده در میان سخراهای وحشی زیبا. با سنگ چینهای وسیع و پوشیده از رسوبات نمکی سفید که نشان میداد آن سفره آبی فوقالعاده زمانی بستر پهنتری داشته. اما به مرور زمان کناره های آن کم کم بالا رفته و در حالی که عمقش بیشتر شده مساحتش کاهش یافته بود. دریاچه ی نمک یوتا به طول تقریبی هفتاد و عرض سی مایل در ارتفاع سه هزار و هشت پایی از سطح دریا قرار دارد. که با دریاچه آسفالتیت که فرو رفتگیش 1200 پا پایین تر است بسیار متفاوت است. شوری آن قابل توجه است. آب دریاچه به اندازه یک چهارم وزن خود حاوی مواد جامد به صورت محلول است. وزن مخصوص آب دریاچه 1170 است. در حالی که وزن مخصوص آب مقطر هزار است. به همین دلیل ماهی ها نمی توانند در آنجا زندگی کنند. ماهی هایی که از رودهای جردن و وبر و غیره وارد دریاچه می شوند بلا فاصله می میرند. اما این مطلب که به دلیل قلزت بالای آن نمی در آن شیرجه زد، صحت ندارد. اطراف دریاچه زمین ها به نحو احسن زیر کشت رفته بود. زیرا مرمون ها در کارهای مربوط به زمین با هم تفاهم کامل داشتند. محوته های دامداری و استبل های روباز برای حیوانات اهلی مزارع گندم، ذرت و سرگم، مراتع سرسبز و همه جا پر بود از پرچین های گل روز وحشی، دسته های عقاقیا ها و فرفیون. اگر شش ماه پیش به آنجا آمده بودند چون این منظره ای می دیدند. اما در آن زمان زمین زیر لایه نازکی از برف که مانند پودری سبک سطح آن را پوشانده بود مدفون شده بود. دو ساعت بعد مسافرین در ایستگاه اوگدن پیاده شدند. قطار ساعت شش دوباره راه می افتاد. پس آقای فوگ، بانو آودا و دو همسفر دیگرشان وقت داشتند که از راه فرعی که از ایستگاه اوگدن منشعب میشد، به شهر قدیسین بروند. دو ساعت برای بازدید آن شهر کاملا آمریکایی کافی بود. شهری که از روی تمام شهرهای ایالات متحده الگو برداری شده و مانند صفحه شطرنج وسیعی بود که خطوط صاف و خشکی داشت و به قول ویکتور هوگو اندوه مصیبتبار زاویه های عمود در آن موج میزد. بنیانگذار شهر قدیسین نتوانسته بود از نیاز به تقارن که مخصوص آنگلو ساکسون هاست شانه خالی کند. در آن سرزمین عجیب که انسانها مسلما در حد سازمانها نبودند همه چیز خطکشی شده انجام میشد شهرها، خانه ها و هماغت ها. در ساعت سه مسافرین داشتند در خیابانهای شهر که بین رود جردن و اولین ناهمواری های کوه واسچ بنا شده بود گردش می کردند. در آنجا کلیسه های زیادی ندیدند، اما به عنوان بنا خانه پیامبر، ساختمان دادگستری و زرادخانه توجهشان را جلب کرد. سپس خانههایی از آجر آبی رنگ با ایوان و سرسرا دیدند که در میان باغهایی که در هاشیهشان اقاقیا ها و نخل و خرنوب کاشته بودند قرار داشتند. دیواری از گل رس و سنگ که در سال 1853 ساخته بودند شهر را احاطه می کرد. در خیابان اصلی که محل برپایی بازار بود، چند هتل مزین به کلافرنگی و ساختمان شهرداری قرار داشت. آقای فوگ و همراهانش شهر را کم جمعیت یافتند. کسی در خیابانها دیده نمیشد. البته بجز اطراف عبادتگاه که پس از گذشتن از چندین محله حسار کشی شده به آنجا رسیدند. تعداد زنها بسیار زیاد بود. چیزی که می توانست ترکیب عجیب خانواده های مرمون را توضیح دهد. با این حال نباید تصور کرد که همه مرمون ها چند همسر داشتند. آنها آزاد بودند اما باید متذکر شد که بیشتر زنان یوتا تمایل به ازدواج داشتند. زیرا طبق آین سرزمینشان خدای مرمون سعادت ابدی را شامل حال معنس مجرد نمی کرد. آن مخلوقات بیچاره نه آسایش داشتند و نه خوشحال به نظر می رسیدند. چند نفرشان بدون شک ثروتمندترینشان کت ابریشمی مشکی به تن داشتند که در ناحیه کمر باز میشد و روی آن شنل یا شال بسیار ساده ای انداخته بودند. بقیه زنها لباس ساده ای از جنس چیت پوشیده بودند. پاسپارتو که اصولاً به خودش اطمینان داشت، با ترس به زنان مرمون نگاه می کرد که چند نفری مسئول خوشبخت کردن یک نفر بودند. او بیشتر دلش به حال شوهر زنان می سوخت به نظرش خیلی وحشتناک بود که بخواهد این همه زن را از میان فراز و نشیب های زندگی راهنمایی کند و مانند جله تا بهشت مرمون ها برساند. به این امید که تا ابد در کنار اسمیت نامدار که آن مکان خوشایند را مزین می ساخت باشند. مسلما او هیچ علاقه به چنین کاری نداشت و تصور می کرد شاید هم اشتباه میکرد. زنان گریت لیک سیتی نگاه نگران کننده به او میاندازند. خوشبختانه اقامتش در شهر قدیسین زیاد طول نمی کشید. چند دقیقه مانده به چهار مسافرین به ایستگاه برگشتند و در واگنها سر جای خود نشستند. صدای سوت قطار بلند شد. اما در لحظه ای که چرخهای محرک لوکومتیو روی ریلها سر خوردند تا به قطار سرعت دهند، فریادهای به ایستید به ایستید به گوش رسید. اما قطار در حال حرکت را متوقف نمی کنند. جنتلمنی که فریاد میزد مسلما مرمونی بود که دیر رسیده بود. او نفس نفس زنان میدوید. خوشبختانه ایستگاه نه درد داشت و نه حسار. در نتیجه توانست به پرد روی خط آهن. روی پله آخرین واگن جست زد و از نفس افتاده روی یکی از نیمکت ها ولو شد. پاسپارتو که با هیجان آن حرکات آکروباتیک را دنبال کرده بود جلو آمد تا فرد دیر رسیده را تماشا کند. وقتی فهمید آن شهروند اهل یوتا پس از یک مشاجره زناشویی پا به فرار گذاشته بیشتر علاقه شد. بعد از اینکه مرد مرمان نفس دازه کرد، پاسپارتو جرأت کرد و معدبانه از او پرسید که چند زن دارد. چون آنطور که مرد فرار می کرد احتمال می داد حد اقل بیستایی داشته باشد. مرمان دستانش را به آسمان برد و جواب داد یکی آقا و همین یکی کافیه قطار پس از ترک کردن دریاچه نمک یوتا و ایستگاه اوگدن یک ساعتی به سمت شمال بالا رفت تا به رود وبر رسید از سان فرانسیسکو تا آنجا حدود 900 مایل طی کرده بود از آن نقطه به بعد با گذشتن از میان پستی و بلندی های کوههای واسچ به راه خود در جهت شرق ادامه داد در این بخش از کشور که بین کوههای واسج و کوههای راکی واقع شده مهندسین آمریکایی با دشوارترین مشکلات مواجه شده بودند به طوری که در این مسیر کمک مالی دولت ایالات متحده تا 48 هزار دلار در مایل افزایش یافت در حالی که در دشت فقط 16 هزار دلار در مایل بود با این حال آنطور که میگفتند مهندسین به طبیعت آسیب نرسانده و با حیله و ترفند مشکلات را دور زده بودند. آنها برای رسیدن به حوزه آبریز عظیم داخلی فقط یک تونل به طول 1400 پا در مسیر خط آهن حفر کرده بودند. خط آهن در کنار دریاچه نمک به بالاترین نقطه از مسیر خود رسیده بود. از آن به بعد راهی که طی کرد به شکل یک منحنی بسیار کشیده بود. به سمت دره بیتر کریک پایین می رفت. سپس تا نقطه طلاقی آبهای اقیانوس اطلس و آرام مسیری رو به بالا را پیش می گرفت. در آن منطقه کوهستانی رودها فراوان بودند. مجبور شدند برای رد شدن از رودهای مادی، گرین و غیره از روی پلهای کوچکی بگذرند. با نزدیک شدن به مقصد پاسپارتو تر شده بود. فیکس هم خودش مایل بود هرچه زودتر از آن سرزمین دشوار بیرون بروند. نگران تخیرها بود. از حوادث می ترسید و برای رسیدن به انگلستان بیشتر از فیل آسفوگ عجله داشت. ساعت ده شب قطار در ایستگاه فورت بریبر توقف کرد. اما بلافاصله فاصله دوباره راه افتاد و 20 مایل دورتر پس از دنبال کردن بستر بیترکریک کریک که محل جاری شدن بخشی از آبهایی است که سامانه آبنگاری کلرادو را تشکیل می دهند وارد ایالت وایومینگ یا همان داکوتای سابق شد. در روز بعد، هفتم دسامبر، یک روب در ایستگاه گرین ریور توقف کردند. در طول شب، برف زیادی باریده بود. اما چون با باران مخلوط شده بود، آبکی بود و مشکلی برای حرکت قطار ایجاد نمی کرد. در هر حال، آن هوای بارانی باعث نگرانی پاسپارتو نبود، زیرا اگر برف جمع می شد، لای چرخای قطار گیر می کرد و بدون شک سفر را به تأخیر می با خود می گفت، آخه ارباب من چه فکری کرده که تصمیم گرفته توی زمستون سفر کنه؟ نمیتونست تا فصل گرما صبر کنه تا شانس برنده شدنش بیشتر بشه؟ اما در آن لحظه که پسر شریف درگیر وضعیت آب و هوا و کاهش دما بود، بانو آودا نگرانی مهمتری داشت که منشأ آن چیز دیگری بود. در واقع چند نفر از مسافرین از واگن پیاده شده بودند و روی سکوی ایستگاه گرین ریور قدم می‌زدند. زن جوان از پشت پنجره کلونل دبیلیو پروکتر را در میان آنان دید. همان آمریکایی که در تظاهرات سانفرانسیسکو به طرز ناشایستی با فیلاس رفتار کرده بود. بانو آودا برای اینکه دیده نشود خود را عقب کشید. این وضعیت به شدت زن جوان را متأثر کرد. او به مردی که هر روز نشانه هایی از فداکاری و اخلاص را گرچه در کمال خودداری در او میدید علاقمند شده بود. بدون شک عمق احساسی را که ناجیش در او برمیانگیخت درک نمی کرد و آن احساس را همچنان ناشی از قدر شناسی می دانست. اما بدون اینکه خود متوجه بشود چیزی فراتر از آن وجود داشت. به همین دلیل با دیدن آن مرد بی نزاکت که دیر یا زود آقای فوگ از او توضیح میخواست قلبش فشرده شد. یقینا بر حسب اتفاقی ساده کلونل پروکتر سوار آن قطار شده بود. اما در هر حال آنجا بود و بایست به هر قیمتی شده نمیگذاشتند فیل او را ببیند. وقتی قطار دوباره به راه افتاد، بانو آودا از چرت زدن آقای فوک استفاده کرد و فیکس و پاسپارتو را در جریان قرار داد. فیکس بلند گفت اون پروکتر لعنتی توی قطاره. خب خانم مطمئن باشین قبل از اینکه دستش به آقای فوک برسه، سر و کارش با من خواهد بود. به نظرم در تمام طول اون ماجرا من بیشتر مورد تهاجم و دشنام واقع شدم. پاسپارتو اضافه کرد. به علاوه من خودم این کار رو به عهده میگیرم حالا میخواد کلونل باشه یا نباشه بانو آودا گفت آقای فیکس آقای فوگ اجازه نمیده کسی به جای اون انتقام بگیره خودش گفت که برای پیدا کردن مردی که به اون توهین کرده به آمریکا برمیگرده پس اگه کلونل پروکتر رو ببینه نمیتونیم جلوی اتفاقی رو که ممکنه پایان اصفباری داشته باشه بگیریم پس نباید اونو ببینه فیکس جواب داد شما حق داریم خانم روبرو شدن اون دو باعث از دست دادن همه چیز میشه آقای فوگ چه ببره چه ببازه توی سفرش تأخیر میکنه و پاسپارتو اضافه کرد و چون این اتفاقی باعث پیروزی جنتلمنهای های باشگاه میشه چهار روز دیگه به نیویورک میرسیم. خب اگه در طول این چهار روز اربابم واگن رو ترک نکنه، میتونیم امیدوار باشیم که با اون آمریکایی نکبتی که خدا لعنتش کنه روبرو نمیشه. در واقع میدونیم چطور جلوه گفتگویشان قطع شد. آقای فوگ بیدار شده بود و از پشت پنجره داشت دشت و صحرا را که جا به جا پوشیده از برف بود تماشا میکرد. اما بعدا پاسپارتو بدون اینکه اربابش و بانو آودا بشنوند به بازرس پلیس گفت آیا واقعا حاضرین به خاطر اون کتک کاری کنین؟ فیکس با لحنی که بیانگر ازمی راسخ بود جواب داد من حاضرم هر کاری بکنم تا اونو زنده به اروپا برگردونم پاسپارتو لرزشی را در کل بدنش حس کرد اما همچنان از اربابش مطمئن بود و حالا آیا راهی بود تا بتوانند آقای فوگ را در واگن نگه دارند و از روبرو شدنش با کلونل جلوگیری کنند؟ کار مشکلی نبود زیرا آن جنتلمن طبیعت آرامی داشت و چندان کنجکاو نبود. هرچه بود بازرس پلیس خیال کرد راهش را پیدا کرده زیرا چند لحظه بعد به فیل فوگ گفت وقتی توی قطاریم آقا زمان بسیار کند میگذره. جنتلمن جواب داد صحیحه اما میگذره. بازرس ادامه داد. توی کشتی عادت داشتین حکم بازی کنین؟ فیلاس جواب داد. بله اما در اینجا مشکله چرا که نه ورق دارم و نه هم ورق میتونیم بخریم توی واگناگ آمریکایی همه چیز میفروشن در مورد همبازی اگه بر حسب اتفاق خانم زن جوان به سرعت جواب داد مسلما آقا بازی حکم و بلدم بخشی از تعلیمات انگلیسی من بوده فیکس ادامه داد و منم توی خوب بازی کردن بی ادعا نیستم پس سه نفره بازی می کنیم که از دوباره بازی کردن حتی در قطار خورسند به نظر می رسید جواب داد هر جور میل شماست آقا پاسپارتو به سرعت به دنبال مهماندار رفت و چیزی نگذشت که با دو دست کامل ورق، تعدادی برگ ژتون و تخته ای که روی آن پارچه کشیده بودند برگشت. چیزی کم نداشتند. بازی شروع شد. بانو آودا به اندازه کافی بازی را بلد بود. طوری که حتی فیل سختگیر چند بار از او تعریف کرد. بازرس هم در بازی مهارت داشت و لیاقت همبازی شدن با جنتلمن ما را داشت. پاسپارتو با خود گفت حالا گیرش انداختیم دیگه تکون نمیخوره در ساعت یازده صبح قطار به محل تلاقی آبهای دو اقیانوس رسید آنجا پاسپریجر بود در ارتفاع 7524 پایی از سطح دریا و یکی از مرتفعترین نقاطی بود که قطار در مسیر عبور از کوههای راکی تیمی کرد. پس از حدود دویست مایل عاقبت به دشت وسیعی رسیدند که تا اقیانوس اطلس کشیده شده و طبیعت آن برای ساخت خط آهن مناسب بود. در سراشیبی حوزه آبریز اقیانوس اطلس، اولین رودها یعنی انشعابات فرعی رود نورس پلیت جاری بودند. تمام چشمانداز شمال و شرق را دیوار وسیع نیم دایر شکلی پوشانده بود که بخش شمالی کوههای راکی را تشکیل میداد و قله لارامی بر فراز آن قرار داشت. بین این منحنی و خط آهن دشتهای وسیع پر آبی گسترده بود. در سمت راست خطوط آهن اولین شیبهای رشته کوه به صورت طبقه طبقه روی هم قرار داشتند که تا جنوب گسترش یافته بودند و تا سرچشمه های رود آرکانزاس یکی از رودهای فرعی بزرگ میسوری ادامه داشتند. در ساعت دوازده و نیم ظهر مسافرین لحظه قلعه هالک را که بر آن سرزمین فرمان میراند یک نظر دیدند. بایست یک ساعت دیگر راه میپیمودند تا به طور کامل از کوههای راکی عبور کنند. پس می توانستند امیدوار باشند که قطار بدون هیچ حادثه ای از آن منطقه خطرناک بگذرد. بارش برف قطع شده بود. هوا سرد و خشک بود. پرندگان درشت هیکل با دیدن لوکوموتیو می ترسیدند و فرار می کردند. هیچ حیوان وحشی، خرس یا گرگی در دشت دیده نمیشد. بیابان لخت و بدون سکنه بود. پس از صرف نهار که در خود واگن و به خوبی صرف شد، آقای فوگ و همبازی هایش دوباره بازی حکم تمام نشدنی خود را از سر گرفته بودند که صدای شدید سوت به گوش رسید. قطار متوقف شد. پاسپارتو سرش را از در بیرون برد، اما چیزی را که باعث توقف قطار شده بود ندید. هیچ ایستگاهی به چشم نمیخورد. بانو آودا و فیکس یک لحظه ترسیدند که مباد آقای فوگ بخواهد پیاده شود. اما جنتلمن فقط به خدمتکارش گفت بیارین ببینین چی شده؟ پاسپارتو از واگن بیرون پرید. حدود چهل مسافر صندلی خود را ترک کرده بودند و در میان آنان کلونل دبلیو پروکتر هم دیده می شد. قطار در برابر چراغ قرمزی که راه را بسته بود ایستاده بود. رئیس قطار و لوکوموتیو ران داشتند با هیجان زیاد با نگهبان خط که رئیس ایستگاه مدیسین بو یعنی ایستگاه بعدی او را فرستاده بود بحث می کردند. مسافرین نزدیک می شدند و در بحث شرکت می کردند. از جمله کلونل پروکتر با آن صدای بلند و حرکات تحکم آمیزش. پاسپارتو به گروه مسافرین ملحق شد و صدای نگهبان را شنید که می گفت نه نمی تونین رد بشین. پل مدیسین بو سوست شده و طاقت وزن قطار را نداره پل مورد بحث پل معلقی بود بر رودی خروشان در یک مایلی محل توقف قطار به گفته ی نگهبان خط چندین سیم آن پاره شده و ممکن بود فرو بریزد و نبایست خطر می کردند و از روی آن می گذشتند. پس نگهبان در گفتن اینکه امکان عبور نداشتند اغراق نمی کرد. وانجهی با توجه به بیخیالی آمریکایی ها وقتی تصمیم میگیرند احتیاط کنند دیوانگی محض است اگر احتیاط نکنند. پاسپارتو که جرأت نداشت اربابش را در جریان اوزا قرار دهد در حالی که مثل مجسمه خوشگش زده بود و دندانهایش را به هم می فشرد داشت گوش می کرد. کلونل پروکتر فریاد زد عجب نکنه قرار همینجا بمونیم تا توی برف علف زیر پامون سبز بشه رئیس قطار گفت کلونل ما به ایستگاه اماها تلگراف کردیم تا یک قطار برامون بفرستن اما به احتمال زیاد تا قبل از ساعت شیش به مدیسین بو نمیرسه پاسپارتو فریاد زد ساعت شیش؟ رئیس قطار جواب داد بدون شک تازه همینقدر طول میکشه تا پیاده به ایستگاه بریم مسافرین فریاد زدند پیاده یکی از آنها از رئیس پرسید مگه تا ایستگاه چقدر راهه؟ دوازده مایل اون طرف رودخونه است استمپ دبیلیو پروکتر فریاد زد دوازده مایل توی برف؟ سیل ناسزا بود که از دهان کلونل خطاب به شرکت راهان و رئیس قطار جاری شد. چیزی نمانده بود که پاسپارتوی خشمگین هم با او هم صدا بشود. این بار مانعی سر راهشان سبز شده بود که تمام اسکناس های اربابش هم نمی توانستند آن را از میان بردارند. وانگهی یعص و نومیدی در میان مسافرین همگانی شده بود. زیرا علاوه بر تأخیر پیش آمده مجبور بودند پانزده مایل در دشت پوشیده از برف پیاده روی کنند. به همین دلیل هم همه و داد و فریادی بلند شد که اگر فیلی غرق در بازی نبود حتما توجهش جلب میشد. با این حال پاسپارتو خود را موظف دانست که به او خبر دهد و با گردن آویزان به سمت واگن براه افتاد که لوکوموتیو ران یک یانکی واقعی به نام فورستر با صدای بلند گفت آقایان شاید راهی برای رد شدن باشه مسافرین پرسیدند از روی پل از روی پال کلونل پرسید با قطارمون با قطارمون پاسپارتو ایستاد و چشم به دهان لوکوموتیو ران دوخت رئیس قطار گفت اما پال ممکنه خراب بشه فورستر جواب داد شاید اشتباه می کنم اما فکر کنم اگه قطار با حداکثر سرعتش برونه شانس رد شدن داشته باشیم پاسپارتو گفت لعنک اما تعدادی از مسافرین مجذوب چنین پیشنهادی شدند مخصوصاً کلونل پروکتر از آن بسیار خوشش آمد به نظر آن مرد بیکله چون این کاری امکان پذیر بود. حتی یادآوری کرد که برخی مهندسین به این فکر افتاده بودند که به کمک قطارهایی محکم و پرسرعت بدون پل از روی رودخانه ها بگذرند. نتیجه این شد که تمام افراد زینف با نظر لکوموتیو ران موافقت کردند. یکی گفت پنجاه درصد شانس داریم ردشیم. یکی دیگر گفت شست درصد. هشتاد نوت درصد پاسپارتو ماتش برده بود گرچه حاضر بود برای رد شدن از مدیسین کریک هر راهی را امتحان کند چون این اقدامی به نظرش زیادی آمریکایی بود با خود گفت راستش راه ساده هست که اینا حتی فکرشم نمی کنن. به یکی از مسافرین گفت آقا راهی که لوکوموتیو ران پیشنهاد میکنه به نظرم کمی خطرناک میاد ولی مسافر جواب داد با هشتاد درصد شانس و پشتش را به او کرد پاسپارتو به یکی دیگر از جنتلمن ها رو کرد و گفت اه خب میدونم اما با کمی فکر مرد آمریکایی شانه بالا انداخت و جواب داد فکر کردن لازم نیست بیفایده است مگه لکوموتیف را نمیگه که رد میشیم پاسپارتو ادامه داد مسلما رد میشیم اما شاید عاقلانه باشه که کلونل پروکتر که به طور اتفاقی حرف پاسپارتو را شنید فریاد زد چه؟ عاقلانه؟ به شما میگن با سرعت زیاد میفهمین با سرعت زیاد هیچ کس نمیگذاشت پاسپارتو حرفش را تمام کند اما همچنان تکرار می کرد. میدونم، میفهمم اما آقلانه تره یا اگه از این کلمه خوشتون نمیاد؟ طبیعی تره که از گوشه و کنار فریادهایی بلند شد. کی؟ که چی؟ از چی؟ این یارو با این طبیعی تره خودش چی میگه؟ پسر بیچاره دیگر نمیدانست حرفش را به کی بگوید؟ کلونل پروکتر از او پرسید شما می ترسین؟ پاسپارتو فریاد زد منو ترس؟ خب حالا که اینطوره به این مردم نشون میدم که فرانسوی ها میتونن به اندازه آمریکایی یا آمریکایی رئیس قطار فریاد زد سوار شین. پاسپارتو تکرار کرد بله سوارشین سوارشین اما نمیتونین مانم بشین که فکر کنم طبیعی تره اگه اول ما مسافرین پیاده از روی پل ردشیم بعد قطار رد اما هیچ کس این فکر منطقی را نشنید و حاضر نشد درستی آن را قبول کند مسافرین به واگن‌های خود برگشته بودند پاسپارتو بدون اینکه از اتفاقی که افتاده بود حرفی بزند سر جایش نشست بقیه گرم بازی بودند لوکوموتیو سوت بلندی کشید لوکوموتیو ران موتور را در جهت معکوس به حرکت درآورد و قطار را به اندازه نیم مایل عقب برد مانند ورزشکاری که قبل از پریدن خیز برمیدارد. سپس دوباره سود کشید و رو به جلو به راه افتاد چیزی نگذشت که سرعتش وحشتناک شد فقط صدای شیخ مانندی از لوکوموتیو شنیده میشد. پیستون ها بیست بار در ثانیه عقب و جلو می رفتند. دود از محور چرخ ها بلند شده بود. آدم احساس می کرد قطار با سرعت 100 مایل در ساعت در حرکت است. قطار دیگر روی ریل ها فشار نمی آورد. سرعتش نیروی جاذبه زمین را خونسا کرده بود. و رد شدند به سرعت برق. از پل چیزی ندیدند. میتوان گفت که قطار از این ور رودخانه به آنور پرید و لوکوموتیو را نتوانست زودتر از پنج مایل بعد از ایستگاه قطار را متوقف کند اما بلافاصله پس از عبور قطار پل که کاملا آسیب دیده بود با سر و صدای زیاد در رود خروشان مدیسین و فرو ریخت همان شب قطار بدون هیچ مانعی به راهش ادامه داد از قلعه سودرز گذشت، از گذرگاه شاین عبور کرد و به گذرگاه اوانز رسید. در آنجا خط آهن به بالاترین نقطه مسیر خود می رسید، یعنی 8091 پا بالاتر از سطح اقیانوس. حال فقط بایست از دشتهای بی انتهایی که به طور طبیعی صاف و هموار شده بودند می تا به اقیانوس اطلس برسند. در آنجا خطی فرعی از خورتوم بزرگ جدا میشد و به دنور شهر اصلی ایالت کلورادو می رفت. آن منطقه معادن طلا و نقره زیادی داشت و بیش از پنجاه هزار نفر در آنجا زندگی می کردند. تا آن لحظه 1082 مایل از سان فرانسیسکو در مدت سه روز و سه شب راه پیموده بودند. طبق برنامه پیش بینی شده چهار روز و چهار شب برای رسیدن به نیویورک کافی بود. پس فیل از فوگ طبق برنامه پیش می رفت. در طول شب از سمت چپ از کنار اردوگاه والبا گذشتند. رود لاجپول کریک به موازات خط آهنجاری بود و خط مرزی مستقیم بین ایالات وایومینگ و کلورادو را دنبال می کرد. در ساعت یازده وارد نبراسکا شدند. از نزدیکی سجویک گذشتند و به جولزبرگ رسیدند که روی شاخه جنوبی رود پلیت قرار داشت. در همین نقطه بود که در 23 اکتبر 1867 خط آهن پاسیفیک افتتاح شد و سرمهندس آن جنرال جی ام دوج بود. در همین جا بود که دو پر پرقدرت که 9 واگن مهمان را میکشیدند و در میان آنان آقای توماسی دورانت معاون رئیس جمهور نیز حضور داشت، توقف کردند. همه دست زدند و ابراز احساسات کردند. قبایل سو و پانی نمایشی از یک جنگ کوچک سرخپوستی اجرا کردند. آتشبازی راه انداختند و بالاخره در همین جا به کمک یک دستگاه چاپ قابل حمل اولین شماره ی روزنامه ریلوی پایونیر به چاپ رسید. آری، چون این مراسمی برای افتتاح این خط آهن بزرگ برگزار کردند. خط آهنی که وسیله پیشرفت و تمدن بود و آن را در بیابان بنا کرده بودند، تا شهرها و شهرکهایی را که هنوز وجود نداشتند به هم متصل کنند. چیزی نگذشت که با صدای سوت لوکوموتیو که قوی تر از صدای چنگ آنفیان بود آن شهرها سر از خاک آمریکا بیرون آوردند. در ساعت هشت صبح از قلعه مکفرسون گذشته بودند. 357 مایل تا اوماها فاصله داشتند. خط آهن از سمت چپ شاخه جنوبی رود پلیت می‌گذشت و پیچ و خمهای آن را دنبال می کرد. در ساعت 9 به شهر مهم نورس پلیت رسیدند که بین دو شاخه رود بزرگی واقع شده که دور این شهر به هم پیوسته و یکی می شوند و رود پر آبی را به وجود می آورند که کمی بالاتر از اماها به میسوری می ریزد. از نصف و نهار 101 گذشتند. آقای فوگ و همبازیهایش دوباره مشغول بازی شدند. هیچ کس از طولانی بودن راه شکایت نمی کرد. فیکس چند گینه برنده شده بود اما داشت دوباره آنها را می باخت. ولیکن علاقه مندیش آنطور که نشان می داد کمتر از آقای فوگ نبود. در طی صبح آن روز شانس به فیلاس فوگ رو آورده بود. بهترین برگ های برنده نصیبش می شد. در لحظه ای از بازی بعد از ضربه جسورانه می خواست ورق پیک را بیاندازد که از پشت سرش کسی گفت من بودم خاج و بازی می کردم. آقای فوگ، بانو آودا و فیکس سرشان را بلند کردند. کلونل پروکتر کنارشان ایستاده بود. استمپ، دبیلی و پروکتر و فیلاس فوگ بلا یکدیگر را شناختند. کلونل فریاد زد. آه، شما مرد انگلیسی، شما میخواین پیک بازی کنین. فیلاس جواب داد. و بازی می کنم. و یک ده پیک به زمین انداخت. کلونل پروکتر با لحنی عصبی جواب داد. خب، من خاج و ترجیح می دادم. دستش را دراز کرد تا ورق روی زمین را بردارد و اضافه کرد. شما هیچی از این بازی نمی دونین. از جایش بلند شد و گفت. شاید توی بازی دیگه ای مهارت داشته باشم. مرد بی جواب داد. امتحانش بسته به میل شماست. پسر جان بول. رنگ از رخ بانو آودا پرید. تمام خون بدنش به قلبش هجوم برد. بازوی فلاسفوگ را گرفته بود ولی مرد دست او را به آرامی کنار زد. پاسپارتو آماده بود که بپرد روی آن آمریکایی که حریفش را با حقارت برانداز می کرد. اما فیکس برخاست و به سمت کلونل رفت و گفت آقا یادتون رفته که سر کارتون با منه با من که نه تنها به هم ناسزا گفتین بلکه کتکم هم زدین آقای فوگ گفت آقای فیکس از شما عذر میخوام اما این موضوع فقط به من مربوط میشه کلونل با این ادعا که بازی پیک من اشتباه بوده دوباره به من توهین کرده و باید به من جواب پس بده. مرد آمریکایی جواب داد. هر وقت که بخواین هر جا که بخواین و با هر اسلحهی که مایلین. بانو آودا سعی کرد جلوی آقای فوگ را بگیرد اما فایده ای نداشت. بازرس تلاش کرد دعوا را خود به بگیرد اما بیهوده بود. پاسپارتو میخواست کلونر را بیرون بیاندازد اما با علامت اربابش از این کار منصرف شد. فیلاس فوگ واگن را ترک کرد. مرد آمریکایی هم به دنبال او روی پل بین واگن ها رفت. آقای فوگ به حریفش گفت آقا من برای برگشتن به اروپا عجله دارم و یه تأخیر کوچیک تمام منافعم و به خطر میندازه. کلونل پروکتر جواب داد عجب چه فرقی به حال من میکنه آقای فوگ با نزاکت تمام ادامه داد آقا من بعد از برخوردمون توی سان فرانسیسکو تصمیم داشتم به محض اینکه کارم توی اروپا تموم شد به آمریکا برگردم و پیداتون کنم واقعا حاضر این شیش ماه دیگه با هم قرار بذاریم؟ چرا شش سال بعد نباشه؟ آقای فوگ جواب داد وقتی میگم شیش ماه سر قولم خواهم بود استمپ دبیلی و پروکتر فریاد زد اینا همش بهونه به است یا الان یا هیچ وقت فوگ گفت قبول شما به نیویورک میرین؟ نه به شیکاگو؟ نه به اماها؟ و شما ربطی نداره پلام کریکو میشناسین آقای فوگ جواب داد نا اسم ایستگاه بعدیه یه ساعت دیگه به اونجا میرسیم قطار ده دقیقه توقف میکنه توی ده دقیقه میتونیم چند تا گلوله شلیک کنیم آقای فوگ جواب داد باشه توی پلام کریک توقف میکنم مرد آمریکایی با گستاخی تمام اضافه کرد و فکر کنم همون جام بمونین آقای فوگ جواب داد کسی چه میدونه؟ و با خون سردی همیشگی خود به واگن برگشت در آنجا جنتلمن به بانو آودا دلگرمی داد و گفت که هرگز نباید از افراد لاف زن ترسید سپس از فیکس خواهش کرد که در مبارزه ای که قرار بود برگزار شود شاهدش باشد فیکس نمی توانست خواهش او را رد کند و فیلاس فوگ با خیالی آسوده بازی متوقف شده را ادامه داد و با خونسردی تمام ورق پیک را بازی کرد. در ساعت یازده سوت لوکوموتیو از نزدیک شدن به ایستگاه پلام کریک خبر داد. آقای فوگ برخاست و همراه فیکس روی پل بین واگن ها رفت. پاسپارتو یک جفت رولور در دست داشت و او را همراهی می کرد. بانو آودا که مثل مرده ها رنگ به رخ نداشت در واگن ماند. در همان لحظه در آن یکی واگن باز شد و کلونل پروکتر همراه شاهدش یکی یانکی از قماش خودش به روی پل آمد. اما به محض اینکه آن دو رقیب خواستند پیاده شوند، مدیر قطار دوان دوان خودش را به آنان رساند و فریاد زد: آقایان، کسی پیاده نمیشه. کلونل پرسید: برای چی؟ ما بیست دقیقه تاخیر داریم و قطار توقف نمی کنه. اما من باید با آقا مبارزه کنم. کارمند راه آهن جواب داد. شرمندم اما باید بلا فاصله راه بیفتیم. اینم صدای زنگ. زنگ به صدا درآمد و قطار دوباره راه افتاد. مدیر قطار گفت. من واقعا متاسفم آقایون اگه موقعیت دیگه ای بود میتونستم جلوتونو بگیرم اما در هر حال چون نتونستین توی اینجا مبارزه کنین چرا در طول راه نتونین این کار رو بکنین؟ کلونل با لحن تمسخرآمیزی گفت شاید برای آقا مناسب نباشه فیلاس جواب داد برای من کاملا مناسبه پاسپارتو با خود گفت حقیقتا توی آمریکاییم و مدیر قطارم جنتلمن این دنیای فوقلاده است پاسپارتو همینطور که با خود می به دنبال اربابش راه افتاد دو رقیب همراه شاهدان و مدیر قطار از واگنها گذشتند و به ته قطار رسیدند آخرین واگن فقط ده مسافر داشت. مدیر قطار از آنها خواهش کرد که اگر برایشان زحمتی ندارد چند لحظه جایشان را به دو جنتلمن بدهند تا به موضوعی که به شرافتشان بستگی داشت رسیدگی کنند. چطور چون این چیزی امکان داشت؟ اما مسافرین با کمال میل این خواهش را پذیرفتند و روی پل بین واگن رفتند. آن واگن پنجاه پا طول داشت و برای چنین کاری کاملا مناسب به نظر می رسید. دو رقیب می توانستند بین نیمکت ها به سمت هم حرکت و به هم شلیک کنند. تا به حال هیچ دوئلی به این راحتی ترتیب داده نشده بود. آقای فوگ و کلونل پروکتر در حالی که هر کدام دو رولور شش در دست داشتند وارد واگن شدند. شاهدان ویرون ماندند و در را به رویشان بستند. با اولین سوت لوکوموتیو بایست شروع می کردند. سپس بعد از دو دقیقه آنچه را از دو جنتلمن باقی مانده بود بیرون می کشیدند. در واقع بسیار ساده بود. آنقدر ساده بود که فیکس و پاسپارتو صدای تاپ تاپ قلب خود را می شنیدند. خلاصه منتظر سوت لوکوموتیو بودند که ناگهان صدای فریادهای وحشیانه ای بلند شد. صدای شلیک چند گلوله هم به گوش رسید اما صدا از داخل واگن دوئل کننده ها نمی آمد. برعکس صدای شلیک در تمام طول قطار و تا جلوی آن ادامه داشت. صدای فریادهایی از ترس از داخل قطار شنیده میشد. کلونل پروکتر و آقای فوگ رولور به دست بلافاصله از واگن خارج شدند و به سمت جلوی قطار جایی که صدای شلیک و فریاد بیشتر و بلندتر بود دویدند. آنها متوجه شدند که قطار مورد حجوم گروهی سرخ پوست سو قرار گرفته بود. آن سرخ بوستان بیشرم اولین بارشان نبود که به کاروان مسافرین حمله می کردند. آنها طبق عادت بدون اینکه منتظر توقف قطار بشوند روی پله های بیرونی واگن ها پریده و مانند دلغک های سیرک که روی اسب های در حال تاخت سوار می شوند از واگن ها بالا رفته بودند. سرخ بوستان سو اسلحه داشتند. به همین دلیل صدای شلیک می آمد. البته اغلب مسافرین هم مسلح بودند و جوابشان را با شلیک گلوله میدادند. در ابتدا سرخ به لوکوموتیو حمله کرده بودند. لوکومتیو ران و مکانیک را با ضربات چماق از پا درآورده بودند. رئیس سوها میخواست قطار را متوقف کند. اما چون کار با اهرام تنظیم کننده را بلد نبود به جای اینکه بخار را قطع کند فشار آن را زیاد کرده بود و لوکوموتیو با سرعتی حراسناک پیش میرفت. همزمان سرخپوستان سوب سو به واگن حمله کردند. مانند میمونهای خشمگین می دویدند. درها را میشکستند و با مسافرین تن به تن به زور وارد واگن بارها شده و آن را قارت کرده و بسته ها را بیرون قطار انداخته بودند. صدای فریاد و شلیک قطع نمیشد. با این حال مسافرین با شجاعت تمام از خود دفاع می کردند. در بعضی از واگن‌ها سنگر بسته و پناه گرفته بودند. مانند قلعه های متحرک که با سرعتی برابر با صد مایل در ساعت حرکت می کردند. از همان ابتدای حمله بانو آودا با شهامت رفتار کرده بود. رولور به دست قهرمانانه از خود دفاع کرده بود و تا وحشی به او نزدیک می شدند از لای شیشه های شکسته به طرفشان شلیک می کرد. بیست تایی از سوها کشته شده و از سر راه افتاده بودند و آنهایی که از روی پلهای بین واگنها پایین می مثل کرم زیر چرخهای قطار له می شدند. تعداد زیادی از مسافرین بر اثر برخورد گلوله یا ضربه چماق زخمی شده و روی نیمکت ها افتاده بودند. با این حال بایست به با آن ماجرا خاتمه می دادند. ده دقیقه ای می شد که درگیری شروع شده بود و اگر قطار توقف نمی کرد به نفع سوها تمام می شد. در واقع ایستگاه فورت کرنلی در کمتر از دو مایلی آنها بود. در آنجا یک پست نگهبانی آمریکایی قرار داشت. اگر از آن رد می شدند تا به ایستگاه بعدی برسند سوها بر آنها پیروز شده بودند. مدیر قطار در کنار آقای فوگ می جنگید تا اینکه گلوله ای او را از پا درآورد. وقتی داشت میافتاد فریاد زد اگه تا پنج دقیقه دیگه قطر نیسته شکست میخوریم فیلاس فوگ گفت میسته و خواست از واگن بیرون بپرد که پاسپارتو فریاد زد سب کنین آقا این کار منه فیلاس فوگ فرصت نکرد جلوی پسر شجا را بگیرد پاسپارتو بدون اینکه سرخپوستان او را ببینند دری را باز کرد و توانست برود زیر واگان در حالی که مبارزه ادامه داشت و گلوله ها بالای سرش با هم برخورد می کردند، او به یاری چابکی و این اتاف پذیری دلغکوارش خود را زیر واگان ها جا داد. از زنجیرها آویزان شد، از اهرم ترمزها و محور شاسی ها کمک گرفت و با مهارتی بی نزیر از واگنی به واگن دیگر خزید و بالاخره خود را به جلوی قطار رساند. کسی او را ندیده بود. اصلا دیده نمیشد. در آنجا در حالی که با یک دست بین واگن بار و واگن سوخت آویزان شده بود با دست دیگر زنجیرهای ایمنی را باز کرد اما کشش بین دو واگن زیاد بود و اگر تکان شدیدی که به قطار وارد شد پیش نمی آمد و میله اتصال را نمی شکست هرگز موفق نمی شد پیچان را باز کند قطار جدا شده کم کم عقب ماند و لوکوموتیو با سرعتی بیشتر به راه خود ادامه داد. قطار به دلیل نیروی زیادی که به آن وارد شده بود چند دقیقه پیش رفت اما از داخل واگنها ترمزها را کشیدند و بالاخره قطار در فاصله کمتر از صد قدمی ایستگاه کرنلی توقف کرد. در آنجا سربازان قلعه که صدای شلیک گلوله ها را شنیده بودند به سرعت جلو آمدند. سوها که منتظر آنان نبودند قبل از توقف کامل قطار پا به فرار گذاشتند اما هنگامی که مسافرین را روی سکوی ایستگاه سرشماری کردند متوجه شدند که تعدادی از آنان نیستند از جمله فرانسوی بیباکی که با فداکاری خود جان همه را نجات داده بود سه نفر از مسافرین که پاسپارتو هم جزو آنان بود ناپدید شده بودند آیا در مبارزه کشته شده بودند؟ آیا سوها اسیرشان کرده بودند هنوز کسی چیزی نمیدانست. تعداد مجروحین زیاد بود اما هیچ کدام وضعیت خطرناکی نداشتند یکی از کسانی که به شدت زخمی شده بود کلونل پروکتر بود که با شجاعت جنگیده اما گلوله‌ای در ناحیه کشاله ی رانش از پا درش آورده بود او را همراه دیگر مسافرینی که نیاز به درمان سریع داشتند به ایستگاه منتقل کردند بانو آودا سالم بود. فیل که جان خود را به خطر انداخته بود، خراش هم بر نداشته بود. فیکس از ناحیه بازو زخمی سطحی برداشته بود. اما پاسپارتو ناپدید شده بود و زن جوان برایش اشک میریخت. در آن هنگام تمام مسافرین قطار را ترک کردند. چرخ واگن ها غرق خون بود. به توپی و پره های چرخ تکه های گوشت چسبیده بود. در دشت سفید تا چشم کار میکرد خطوط بلند سرخ رنگی به چشم میخورد. آخرین سرخ بوستان در جنوب حوالی رود ریپاپلیکن از نظرها ناپدید میشدند. آقای فوگ دست به سینه خشکش زده بود. بایست تصمیم مهمی میگرفت. بانو آودا در کنارش بود و بدون اینکه چیزی بگوید نگاهش میکرد. فوگ متوجه معنی نگاهش شد. اگر خدمتکارش اسیر شده بود آیا نمی بایست برای نجات او از چنگال سرخ همه چیز را به خطر می انداخت؟ به بانو آودا فقط گفت پیداش میکنم زنده یا مرده؟ زن جوان فریاد زد آقا، آقای فوگ و دستان او را گرفت و غرق در اشک ساخت آقای فوگ اضافه کرد زنده به شرطی که یه دقیقه هم هدر ندیم. آقای فوگ با این تصمیم خودش را کاملا به خطر میانداخت. انداخت و شکستگیش را اعلام میکرد. یک روز تأخیر باعث می شد کشتی نیویورک را از دست بدهد. شرطش را قطعا می باخت. اما در مقابل این فکر که وظیفه ایجاب می کند تردید نکرده بود. فرمانده قلعه کرنلی آنجا بود. سربازانش حدود 100 نفر در صورت حمله احتمالی سوها به ایستگاه راهان در حالت آماده باش بودند. آقای فوگ به فرمانده گفت آقا، سه مسافر ناپدید شدن. فرمانده پرسید مردن؟ فیلاس فوگ جواب داد مرده یا اسیر ابهامی وجود داره که باید برطرف شه. شما مایل به تعقیب سوها هستین؟ فرمانده گفت مسئله دشواریه آقا این سرخ ممکنه فرار کرده و به اون طرف آرکانزاس رفته باشن من نمیتونم قلعه ای رو که به هم سپردن ترک کنم فیلاس ادامه داد آقا جون سه مرد در خطره بدون شک اما آیا میتونم جون پنجاه نفر رو به خاطر سه نفر به خطر بندازم؟ نمیدونم میتونین یا نه آقا ولی باید این کار رو بکنین فرمانده جواب داد آقا کسی حق نداری به من بگه که چی کار باید بکنم فیلاس فوگ با خونسردی جواب داد باشه تنهایی میرم فیکس که نزدیک شده بود فریاد زد شما آقا میخواین تنهایی به تعقیب سرخ بوستان برین؟ انتظار دارین بذارم اون بیچاره ای که تمام کسانی که اینجا زندن مدیون اون هستن بمیره؟ خودم میرم فرمانده که علا میل باتنیاش متأثر شده بود فریاد زد خب نه تنها نمیرین نه شما مرد شجاعی هستین رو کرد به سربازانش و گفت سی مرد داوطلب میخوام تمام سربازان یک پارچه قدم پیش گذاشتند فرمانده بایست از میان آن مردان با شهامت فقط تعدادی را انتخاب میکرد سی سرباز انتخاب شدند و یک گروهبان پیر فرماندهشان شد آقای فوگ گفت ممنونم فرمانده فیکس از جنتلمن پرسید اجازه میدین همراهتون بیام؟ آقا، هر طور میل دارین رفتار کنین. اما اگه میخواین به من لطف کنین پیش بانو آودا بمونین. اگه بلایی سرم اومد. رنگ از رخ بازرس پلیس پرید. آیا بایست از مردی که سایه به سایه و با سماجت تمام تقریبش کرده بود جدا میشد؟ و میگذاشت در بیابان خود را به خطر بیاندازد؟ فیکس با دقت به جنتلمن نگاه کرد و با وجود احتیاطهایی که در نظر گرفته بود علا رقم جدالی درونی در برابر نگاه آرام و صادقانه او سر فرود آورد. گفت میمونم. چند لحظه بعد آقای فوگ دست زن جوان را فشرد. ساک سفری با ارزش خود را به او سپرد و با گروهبان و دستای کوچک سربازان به راه افتاد. اما قبل از حرکت به سربازان گفت دوستان اگه بتونیم اسرا رو آزاد کنیم هزار پوند بهتون میدم ساعت کمی از دوازده گذشته بود بانو آودا به اتاقی در ایستگاه راه آهن رفت و در آنجا تنها منتظر ماند و به فیل از فوگ فکر کرد به از خودگذشتگی ساده و بزرگوارانه و به شهامت خونسردانه او آقای فوگ از ثروت خود گذشته بود و حالا داشت با جان خود بازی می کرد و تمام این کارها را بدون لحظه ای تردید از روی وظیفه و بدون پرحرفی انجام می داد. از نظر او فیل آسفوگ قهرمان بود. بازرس فیکس اینطور فکر نمی کرد و نمی توانست جلوی پریشانی خود را بگیرد. تبالود روی سکوی ایستگاه قدم می زد. پس از لحظه ای شیفتگی نسبت به فوگ دوباره به خود آمد. فوگ رفته بود و او متوجه اشتباه شد که گذاشته بود او برود. چی؟ پذیرفته بود آن مردی که دور دنیا تقیبش کرده بود از او دور شود. خصلت همیشه دوباره بر او غلبه کرد. خود را مقصر می دانست. خود را متهم می کرد. طوری با خود رفتار می کرد. انگار رئیس پلیس مرکزی است و مأموری را به جرم سادلوهی دستگیر کرده و سرزنشش می کند. با خود می گفت من حماقت کردم خدمتکارش به اون گفته من کیم اون رفته و دیگه بر نمیگرده حالا کجا پیداش کنم آخه چطور من فیکس من که حکم جلبش توی جیبمه گذاشتم مجذوبم کنه بیشک احمقی بیش نیستم بازرس پلیس اینطور استدلال می کرد در حالی که به نظرش زمان بسیار کند می گذشت نمی دانست چه کار کند گاهی اوقات دلش میخواست همه چیز را به بانو آودا بگوید. اما میدانست زن جوان چطور با او برخورد خواهد کرد. چه تصمیمی بگیرد؟ وسوسه میشد برای جستجوی فوق به دشتهای سفید برود. یافتن او به نظرش غیر ممکن نمی آمد. جای قدم گروهان هنوز روی برف دیده میشد. اما به زودی زیر بارش جدید برف هر ردی محو میشد. نومیدی فیکس را فرا گرفت. میل شدیدی به تسلیم شدن بر او غلبه کرد. تا اینکه دقیقا فرصتی برای ترک کردن ایستگاه کرنلی و ادامه آن سفر مملو از ناکامی برایش فراهم شد. در واقع حوالی ساعت دوی بعد از ظهر هنگامی که دانه های درشت برف بر زمین می نشست، صدای سوتی از جانب شرق به گوش رسید. سایه عظیمی از پس نوری وحشی که به سبب وجود مه بزرگتر شده بود و ظاهری خیالی به آن میداد به آرامی نزدیک میشد. با این حال کسی هنوز منتظر قطاری که از سمت شرق بیاید نبود. کمکهایی که از طریق تلگرام درخواست کرده بودند امکان نداشت آنقدر زود برسد و قطار اوماها به سان فرانسیسکو روز بعد از آنجا میگذشت. چیزی نگذشت که متوجه قضیه شدند. لوکوموتیوی که با سرعت کم حرکت می کرد و سوت بلندی می کشید همانی بود که از قطار جدا شده و با سرعتی حراسناک به راهش ادامه داده و لوکومتیو ران و مکانیک بیهوش را با خود برده بود. چندین مایل روی خطوط آهن پیش رفته بود. سپس به دلیل نرسیدن سوخت آتش فروکش کرده بخار کم شده و یک ساعت بعد سرعتش کم کم کاهش یافته و بالاخره قطار 20 مایل بعد از ایستگاه کرنلی توقف کرده بود. نه لوکوموتیو ران مرده بود و نه مکانیک و آنها پس از یک بیهوشی طولانی دوباره به هوش آمده بودند. عاقبت قطار ایستاده بود. لوکوموتیو ران وقتی خود را در بیابان با لوکوموتیوی تنها و بدون اینکه واگنی به آن وصل باشد یافت فهمید که چه اتفاقی افتاده. به عقلش نرسید که چطور لوکوموتیو از قطار جدا شده بود. اما شک نداشت قطار عقب مانده در معرض خطر است. لوکوموتیو ران در کاری که بایست انجام میداد تردید به خود راه نداد. ادامه دادن راه به سوی اماها محافظ کارانه بود. اما برگشتن به سمت قطار که شاید هنوز سرخ در حال قارت آن بودند خطرناک به نظر می رسید. هرچه بادا باد. آتشدان دیگه بخار را پر از زغال و چوب کردند. آتش دوباره گر گرفت. فشار بخار زیاد شد و حوالی ساعت دوی بعد از ظهر لوکوموتیو عقب عقب به سمت ایستگاه کرنلی به راه افتاد. صدای سوتی که در مه شنیده میشد از آن بود. وقتی لوکوموتیو دوباره به قطار متصل شد، مسافرین بسیار خوشحال شدند، چرا که می توانستند به سفری که از آن بازمانده بودند ادامه دهند. وانو آودا با دیدن لوکوموتیو از ایستگاه بیرون آمد و از مدیر قطار پرسید میخواین راه بیفتین؟ بلا فاصله خانم اما اون اوسرا هم سفرهای بیچارمون مدیر قطار جواب داد اما ما نمیتونم جلوی حرکت قطار رو بگیرم ما حداقل سه ساعت تاخیر داریم قطار بعدی که از سانفرانسیسکو میاد کی میرسه؟ فردا آسر خانم فردا عصر اما اینکه خیلی دیره باید صبر کنیم مدیر قطار جواب داد غیر ممکنه اگه میخواین بیاین سوار قطار شین زن جوان گفت نمیام فیکس به این گفتگو گوش داد چند لحظه قبل وقتی لوکوموتیوی در کار نبود تصمیم داشت از کرنلی برود اما حالا که قطار آماده ی حرکت بود و می توانست دوباره در واگن سر جایش بنشیند، نیروی مقاومت ناپذیر به زمین میخکوبش کرده بود. دلش میخواست هرچه زودتر سکوی ایستگاه را ترک کند، اما قادر نبود یک قدم هم بردارد. خشم ناشی از ناتوانی داشت کلافهش میکرد. میخواست تا انتها بجنگد. با این حال، مسافرین و تعدادی از مجروحین از جمله کلونل پروکتر که حال چندان خوشی نداشت، سوار واگنها شدند. صدای هوهوی آتشدان که بیش از اندازه داغ شده بود شنیده میشد و بخار از سوپابها ها بیرون میزد. لوکوموتیو ران سود کشید. قطار راه افتاد و کمی بعد در حالی که دود سفیدش با بوران برف در هم میامیخت از نظرها ناپدید شد. بازرس فیکس مانده بود. چند ساعت گذشت. هوا حسابی خراب بود. سرما بیداد میکرد. فیکس بی حرکت روی نیمکت ایستگاه نشسته بود. به نظر می آمد خابیده باشد. بانو آودا با وجود طوفان مدام از اتاقی که در اختیارش گذاشته بودند بیرون می آمد. به انتهای سکو می رفت و سعی می کرد از ورای برف و بوران چیزی ببیند. دلش می خواست در آن مهی که جلوی دیدش را گرفته بود رخنه کند. گوش می سپرد تا بلکه چیزی بشنود اما هیچ. پس بیهس از سرما برمیگشت تا چند لحظه بعد دوباره برگردد و همچنان بیفایده. عصر شد. گروهان کوچک سربازان برنگشت. کجا بودند؟ آیا توانسته بودند خود را به سرخ بوستان برسانند؟ جنگی در گرفته بود یا اینکه سربازان در مه گم شده و سرگردان بودند؟ فرمانده قلعه کرنلی بسیار نگران بود. گرچه سعی می کرد، چیزی از نگرانی خود بروز ندهد. شب شد. بارش برف کمتر، اما سرما شدیدتر شد. جسورترین افراد هم با دیدن آن تاریکی بی انتها خوف برشان می داشت. سکوتی مطلق بر دشت حاکم بود. نه پرندهی پرواز می کرد، نه درندهی آرامش بی نهایت را برهم می زد. در تمام طول شب، بانو آودا با ذهنی مملو از افکار شوم و دلی نگران در حاشیه دشت پرسه زد. تخیلاتش او را به دور دست ها برده و هزاران خطر را نشانش میدادند. دادند. درد و رنجی را آن ساعت طولانی متحمل شد نمی توان بیان کرد. فیکس همچنان همانجا بی حرکت نشسته بود اما او هم خواب نبود. یک بار مردی نزدیکش شده و چیزی به او گفته بود اما معمور پلیس با حرکت سر به او جواب رد داده بود. شب بدین صورت گذشت. سهرگاه صفحه گرد نیمه تاریک خورشید در افق مهالود سر برآورد. با این حال تا فاصله دو مایلی دیده میشد. فیلاسفوگ و گروهان به سمت جنوب رفته بودند. جنوب کاملا بی آب و علف بود. ساعت هفت صبح بود. فرمانده که بسیار نگران بود نمیدانست چه تصمیمی بگیرد. آیا بایست گروهان دیگری برای نجات اولین گروهان میفرستاد؟ آیا بایست با وجود اینکه برای نجات افرادی که جان خود را فدا کرده بودند و شانس کمی وجود داشت افراد جدیدی را فدا می کرد؟ اما تردیدش زیاد طول نکشید و با یک حرکت یکی از صدفانهایش را فراخواند و به او دستور داد که ادهی را برای شناسایی به جنوب بفرستد. اما ناگهان صدای شلیک گلوله به گوش رسید. آیا کسی علامت می داد؟ سربازان از قلعه بیرون ریختند و در نیم مایلی آنجا گروه کوچکی را دیدند که به سویشان می آمد. آقای فوگ جلوتر از همه پیش می آمد. در کنارش هم پاسپارتو و دو مسافری که از چنگ سوها نجات داده بودند می آمدند. در ده مایلی جنوب کرنلی زد و خورد صورت گرفته بود. کمی قبل از رسیدن گروهان، پاسپارتو و دو همراهش با محافظین خود درگیر شده بودند. مرد فرانسوی با ضربات مشت خود سه نفر را کله پا کرده بود که اربابش و سربازان به دادشان رسیدند. با فریادهای شادی از آنها نجات دهندگان و نجات یافتگان استقبال کردند و فیل آسفوگ پاداشی را که به سربازان قول داده بود بینشان تقسیم کرد. پاسپارتو تکرار می کرد واقعا که برای اربابم گرون تمام شدم و حرفش هم بیدلیل نبود. فیکس بدون هیچ حرفی آقای فوگ را نگاه می کرد. این که بفهمیم در آن لحظه چه احساسی داشت کار دشواری است. بانو آودا دست جنتلمن را گرفته بود و بدون اینکه قادر باشد چیزی بگوید در دست خود می فشرد. پاسپارتو به محض رسیدن به ایستگاه راهان به دنبال قطار گشت. فکر می کرد آنجا باشد. آماده برای رفتن به اوماها. او هنوز امیدوار بود که بتوانند زمان از دست رفته را جبران کنند فریاد زد قطار قطار فیکس جواب داد رفت فیلاس فوک پرسید قطار بعدی کی میرسه؟ امروز عصر جنتلمن خونسرد فقط گفت آه فیلاس فوک بیست ساعت تاخیر داشت پاسپارتو که ناخواسته باعث تأخیر شده بود معیوس و درمانده به نظر می آمد. بدون تردید اربابش را ورشکست کرده بود. در همان لحظه بازرس پیش فوگ رفت و تو صورتش نگاه کرد و پرسید آقا شما جدا عجله دارین؟ از فوگ جواب داد جدا. فیکس ادامه داد تأکید می کنم آیا براتون اهمیت داره که یازدهم قبل از ساعت نه اصر که زمان حرکت کشتی لیورپوله به نیویورک برسین؟ اهمیتی حیاتی داره و اگه سفرتون با حمله سرخ متوقف نمیشد در روز یازدهم اول صبح به نیویورک می رسیدین؟ بله دوازده ساعت قبل از حرکت کشتی خب پس شما 20 ساعت تأخیر دارین بین بیست و دوازده هشت تا است باید هشت ساعت و جبران کنین مایلین امتحان کنین؟ آقای فوگ پرسید پیاده؟ فیکس جواب داد نه با سورتمه سورتمه بادباندار مردی این وسیله نقلیه رو به من پیشنهاد کرده همون مردی که شب قبل با بازرس پلیس حرف زده و فیکس پیشنهادش را رد کرده بود. فیلاسفوگ جوابی به فیکس نداد، اما فیکس مرد مذکور را که جلوی ایستگاه قدم میزد نشان داد و جنتلمن به سمتش رفت. لحظه ای بعد فیلاسفوگ و مرد آمریکایی که ماج نام داشت به کلبه ای که در پایین قلعه کرنلی قرار داشت رفتند. در آنجا آقای فوگ وسیله بسیار عجیبی دید. یک جور شاسی که روی دو تیر قرار داده بودند و مانند پاشنهای سورتمه جلوشان کمی بالاتر بود و روی آن پنج یا شش نفر می توانستند بنشینند. در یک سوم جلوی شاسی دکل بسیار بلندی کار گذاشته بودند که بادبان زوزنقی یه عظیمی به آن وصل بود. دکل با سیمهای فلزی مهار شده بود و تیرکی آهنی از آن بیرون میزد که برای نصب کردن بادبان مسلسی بسیار بزرگی استفاده میشد. در عقب نوعی سکان پارو برای هدایت وسیله نقلیه به چشم میخورد. همانطور که میشد دید یک سورتمه مجهز به بادبان بود. در زمستان وقتی دشت یخ زده و برف جلوی حرکت قطارها را میگیرد با این وسایل می توان به سرعت از ایستگاهی به ایستگاه دیگر رفت و آمد کرد. به علاوه آنها به طرز حیرت انگیزی مجهز به بادبان بودند. حتی بیشتر از قایقهای مسابقه تک بادبان که در معرض واژگونی قرار داشتند و با بادی که از پشتشان میوزید با سرعتی برابر یا حتی بیشتر از قطارهای سریع و سیر بر سطح مراتع سر میخوردند. در عرض چند ثانیه قراردادی بین آقای فوگ و صاحب آن کشتی زمینی بسته شد. باد مساعد بود. با سرعت زیادی از سمت غرب میوزید. حرف سفت شده بود و ماج اطمینان داد که میتواند آقای فوگ را در عرض چند ساعت به ایستگاه اوماها برساند در آنجا قطارها زیاد بودند و خطوط آهن فراوانی به شیکاگو و نیویورک میرفتند جبران تاخیر غیر ممکن نبود پس فرصت این پا و آن پا کردن نداشتند و بایست دست به خطر میزدند آقای فوگ نمیخواست بانو آودا اذیت شود و چون این سفری را در فضای باز و با سرمایی که سرعت وسیله نقلی تحمل ناپذیرش می ساخت، تجربه کند. پس به او پیشنهاد کرد که تحت حمایت پاسپارتو در ایستگاه کرنلی بماند. پسر عهدهدار می شد که زن جوان را از راهی بهتر و در شرایطی مناسب تر به اروپا بازگرداند. بانو آودا قبول نکرد که از آقای فوگ جدا شود و پاسپارتو از چنین قاطعیتی بسیار خوشنود شد. در واقع هیچ مایل نبود اربابش را ترک کند زیرا فیکس او را همراهی می کرد. ولی گفتن این که بازرس پلیس به چه می اندیشید سخت است. آیا یقینش با برگشتن فیل آسفوگ متزلزل شده بود یا اینکه او را آدم رزل بسیار قدرتمندی می دید که با انجام دادن سفر دور دنیا فرض می کرد دیگر در انگلستان در امنیت کامل است؟ شاید هم نظر فیکس نسبت به فیلاسفوگ تغییر کرده بود. اما همچنان در انجام وظیفه خود پا بر جا بود و بیشتر از هر کسی عجله داشت که هرچه زودتر به انگلستان برگردند. ساعت هشت سورتمه آماده ی حرکت شد. مسافرین شاید بهتر است بگوییم سرنشینان سوار شدند و پتوی سفریشان را محکم دور خود پیچیدند. دو بادبان عظیم برافراشته بودند و وسیله نقلیه با نیروی باد و با سرعتی برابر با چهل مایل در ساعت روی برف سفت شده به حرکت درآمد. فاصله بین قلعه کرنلی و اوماها را اگر با خطی صاف یا به قول آمریکایی ها خط پرواز زنبوران اندازه می گرفتند، حد اکثر دویست مایل می شد. اگر باد همچنان می وزید، در عرض پنج ساعت می توانستند این فاصله را طی کنند. اگر هیچ حادثه ای رخ نمیداد سورتمه ساعت یک بعد از ظهر به اوماها می رسید. عجب سفری. مسافرین به هم چسبیده بودند و نمی توانستند حرف بزنند. سرما که بر اثر سرعت تشدید شده بود زبانشان را بند آورده بود. سورتمه به راحتی روی سطح دشت سر می خورد. درست مانند حرکت کشتی روی سطح آب. تازه تلاتم دریا را هم نداشتند. وقتی باد بر سطح زمین میوزید، انگار بادبانهای سورتمه که مانند بالهای عظیم بودند آن را به هوا بلند میکردند. ماج سکان به دست راه مستقیمی را دنبال میکرد و با ضربه پاروی عقب جلوی انحراف وسیله را میگرفت. تمام بادبانها برافراشته بودند. بادبان مسلسی جلو در پناه بادبان زوزنقه ای نبود. تیرکی افقی روی دکل قرار داده و بادبانی در بالاترین نقطه نصب کرده بودند که در معرض باد شدید بود و بر سرعت وسیله می افزود. تخمین سرعت سورتمه از طریق محاسبات ریاضی امکان نداشت اما میشد حد زد که سرعتش کمتر از چهل مایل در ساعت نباشد. ماج گفت اگه چیزی نشکنه می رسیم. و به نفع ماج بود که طبق قراری که گذاشته بودند برسند چون آقای فوگ به روش همیشگی خود به او پاداش بسیاری وعده داده بود مرغزاری که سورتمه با خطی مستقیم آن را میبرید عین دریا صاف بود انگار مرداب وسیع یخزده ای باشد راه آهنی که از این منطقه میگذشت از جنوب غربی به سمت شمال غربی بالا میرفت و از گرند آیلند، کولومبوس، شهر مهم نبراسکا، شویلر و فرمونت عبور می کرد و به اوماها می رسید. در تمام طول مسیر خود، ساحل شمالی رود پلیت را دنبال می کرد. سورتمه داشت میان بر می زد و اگر مسیر خط آهن را یک کمان تصور کنیم، سورتمه زه آن را ترسیم می کرد. ماج هیچ نگران رد شدن از رود پلیت که قبل از فرمونت پیچ آرنج مانندی داشت نبود برای اینکه آبها همه یخ زده بودند. پس هیچ مانعی سر راهشان نبود و فیل آسفوگ فقط نگران دو چیز بود. خراب شدن وسیله نقلیه، تغییر جهت یا قطع شدن وزش باد. اما از شدت باد کم نمیشد. برعکس آنچنان شدید میوزید که دکل را که تیرک های افقی آهنی محکم نگه داشته بودند خم می کرد. سیم های فلزی مهار کننده مانند سیم های یک ساز صدا تولید می کردند. انگار آرشهای آنها را به ارتعاش در می آورد. سورتمه در میان آهنگی نالان که شدت خاصی داشت به راه خود ادامه می داد. آقای فوگ گفت این سیما عجب آهنگی می نوزن. و این جمله تنها حرفی بود که در طول سفرشان زده شد. بانو آودا را با دقت لای پوست و پتوهای سفری پیچیده بودند تا از هر نوع گزند سرما در امان باشد. پاسپارتو که چهرش به رنگ خورشید غروب کننده در هوای مهالود در آمده بود هوای سرد را استنشاق می کرد. او که اعتماد به نفسی تزلزل ناپذیر داشت دوباره امیدوار شده بود. به جای اینکه صبح به نیویورک برسند عصر می رسیدند. اما هنوز این شانس را داشتند که قبل از حرکت کشتی لیورپول برسند. حتی پاسپارتو یک لحظه دلش خواست که دست فیکس متحدش را بفشارد. یادش نمی رفت که بازرس پلیس بود که سورتمه بادبانی را تهیه کرده بود. یعنی تنها وسیله موجود برای رسیدن به موقع به اوماها. اما نوعی حس پیشاگاهی او را از این کار باز داشت. در هر حال چیزی که پاسپارتو هرگز فراموش نمی کرد از خودگذشتگی آقای فوگ بود که بدون اینکه تردیدی به خود راه دهد او را از چنگ سوها نجات داده بود. آقای فوگ با این کار جان و مال خود را به خطر انداخته بود. نه، خدمتکارش هرگز این را فراموش نمی کرد. در حالی که مسافرین هر کدام غرق افکار متفاوت خود بودند، سورتمه روی فرش وسیع برفی پرواز می کرد. اگر هم از چند رود و نهر انشعابات رود لیتل بلو گذشتند، کسی متوجه نشد. آبها و مزارع یک بار چه سفید بودند. چیزی در دشت دیده نمیشد. بخشی از آنکه بین خط آهن اصلی پاسیفیک و انشعاب وصل کننده کرنی به سنت جوزف قرار داشت، مانند جزیره‌ای بدون سکنه به نظر می رسید. نه روستایی، نه ایستگاهی، نه حتی قلعه‌ای. گهگاه درخت اخمویی که استخوانبندی سفیدش زیر فشار باد خم شده بود مانند برق از جلوی چشمانشان میگذشت. گاهی دسته ای پرنده وحشی پرواز میکرد و می گریخت. گاهی نیز گرک های لاغر و گرسنه مراتع در گله های پر جمعیت تحت فرمان غریزه وحشی خود با سورتمه مسابقه می دادند. آن وقت پاسپارتو رولور به دست آماده بود تا به آنهایی که نزدیک میشدند شلیک کند. اگر حادثه ای پیش می آمد و سورتمه متوقف می شد آن حیوانات درنده خطر بزرگی به حساب می آمدند. اما سورتمه وضعیت خوبی داشت و به سرعت از آنان جلو می زد و تمام گله زوز کشان عقب می ماند. هنگام ظهر ماج با دیدن چند نشانه متوجه شد که از بستر یخزده ی رود پلیت گذشتند. چیزی نگفت اما مطمئن بود 20 مایل آن طرفتر به ایستگاه اوماها می رسند. در واقع هنوز ساعت یک نشده بود که مرد راهنمای چیره دست سکان را رها کرد و به سمت بادبانها هجوم برد تا آنها را پایین بکشد و ببندد. اما سورتمه با سرعت زیادی که داشت نیم مایلی بدون بادبان پیش رفت. سرانجام سورتمه ایستاد و ماج توده ای از بامهای پوشیده از برف را نشان داد و گفت رسیدیم رسیدند در واقع به ایستگاهی رسیدند که روزانه با قطارهای متعدد با شرق ایالات متحده در ارتباط بود پاسپارتو و فیکس پایین پریدند و دست و پاهای خواب رفته خود را تکان دادند به آقای فوگ و بانو آودا کمک کردند تا از سورتمه پیاده شوند. فیلاس فوگ با سخاوتمندی تمام با ماج تصویه حساب کرد و پاسپورتو هم دوستانه با او دست داد و همه به سمت ایستگاه اوماها دویدند. در این شهر مهم ایالت نبراسکا خطوط آهن پاسیفیک که حوضه آبریز میسیسیپی را به اقیانوس کبیر متصل می‌سازد به پایان راه خود می‌رسد. برای رفتن از اوماها به شیکاگو بایست از خطوط آهن شیکاگو راک آیلند استفاده می‌کردند که مستقیم به شرق می‌رفت و از پنجاه ایستگاه گذشت. قطار مستقیم شیکاگو آماده ی حرکت بود. فیل و همراهانش فقط فرصت کردند به سرعت سوار یکی از واگن‌ها بشوند. چیزی از اوماها ندیدند، اما پاسپارتو به خود گفت که جای هیچ پشیمانی نیست و هدفشان دیدن نبوده. قطار با سرعتی فوقالعاده از طریق کانسیل بلافز، دیماینز و آیووا سیتی وارد ایالت آیووا شد. در طول شب با عبور از دیانپورت از رود میسیسیپی گذشت و از طریق راک آیلند وارد ایالت ایلینویز شد. در روز بعد دهم ده ماه در ساعت چهار عصر به شیکاگو می رسید که هیچ نشده از میان خرابه های خود سر بر آورد و با غرور هرچه تر در ساحل دریاچه میشیگان خود نمایی می کرد. شیکاگو 900 مایل با نیویورک فاصله داشت ایستگاه شیکاگو پر از قطار بود. آقای فوگ بلا فاصله از یکی به دیگری پرید. لوکوموتیو چالاک راه پیتسبورگ، فورت وین، شیکاگو با سرعت زیاد به راه افتاد. انگار می دانست آن جنتلمن شریف وقتی برای هدر دادن ندارد. به سرعت برق از اوهایو، پنسیلوانیا و نیوجرسی گذشت. از شهرهایی با نامهای باستانی عبور کرد که با اینکه برخیشان خیابان و تراموا داشتند هنوز خانه ای در آنها ساخته نشده بود. بالاخره هاتسون نمایان شد و در 11 دسامبر در ساعت 11 ربع شب قطار در ایستگاهی در ساحل شمالی رود توقف کرد. درست مقابل اسکله کشتی های بخار خط کانرد یا به قولی کمپانی سلطنتی کشتیرانی بریتانیا و آمریکای شمالی. کشتی چاینا به مقصد لیورپول سروب پیش حرکت کرده بود. با رفتن کشتی چاینا انگار آخرین امید فیلاس فوگنیز رخت بر بست. در حقیقت هیچ کدام از کشتی های دیگری که بین آمریکا و اروپا در رفت و آمد بودند به درد برنامه آن جنتلمن نمی خوردند. نه اطلس پیمای فرانسوی، نه کشتی های خط ستاره سفید نه کشتی های بخار کمپانی ایمان، نه آنهایی که برای خط هامبورگ کار می کردند و نه دیگران. در واقع پرر از کمپانی اطلس پیمای فرانسوی که کشتیهایش بدون استثنا در سرعت با دیگر کشتیها برابر و در راحتی بهتر از تمام کشتی های خطوط دیگر بودند، در روز بعد یعنی چهاردهم دسامبر حرکت می کرد. به علاوه، مانند کشتی های کمپانی هامبورگی مستقیما به لیورپول یا لندن نمی رفت. بلکه در لوهاور توقف می کرد و این سفر اضافی از لوهاور تا ساوت همتون باعث تخیر زیادی می شد و آخرین تلاش های فیل آسفود را بی نتیجه می گذاشت. یکی از کشتی های کمپانی ایمان سیتی آف پاریس نام داشت که روز بعد به آب می زد و به درد نمی خورد. کشتی های این کمپانی بیشتر مهاجرین را جابجا می کردند و ماشینالات ضعیفی داشتند. آنها همزمان از بادبان و از موتور بخار استفاده می کردند و سرعتشان کم بود. زمانی که برای طی کردن مسیر نیویورک تا انگلستان صرف می کردند بیشتر از زمان باقی مانده آقای فوگ بود. جنتلمن با مراجعه به کتاب راهنمای بردشا که رفت و آمد کشتی های اقیانوس پیما در آن ثبت شده بود متوجه تمام این مسائل شد. پاسپارتو از پا در آمده بود. فکر از دست دادن کشتی آن هم فقط با چهل و پنج دقیقه تأخیر داشت او را می کشت. تقصیر او بود. او که به جای اینکه به اربابش کمک کند مدام موانعی بر سر راهش کاشته بود. و وقتی تمام اتفاقات سفر را مرور می کرد، وقتی جمع تمام خرچهایی را که او باعث شده بود تخمیم می زد، وقتی فکر می کرد آن شرط بندی بزرگ با هزینه های هنگفت صورت گرفته، بینتیجه نتیجه می ماند و آقای فوگ ورشکست می شود هزاران دشنام نسار خود می کرد. با این حال آقای فوگ اصلا او را سرزنش نکرد. فقط وقتی داشت اسکله کشتی های اطلس پیما را ترک می کرد گفت فردا بهش فکر می کنیم. بیاین. آقای فوگ، بانو آودا، فیکس و پاسپارتو با لنج مسافر بر شهر نیوجرسی از رود هاتسون گذشتند و سوار درشکه شدند که آنان را به هتل سنت نیکولاس در برادوی برد. اتاقهایی در اختیارشان گذاشتند. شب برای فیلاس فوگ که خواب راحتی کرد سریع گذشت. اما برای بانو آودا و دیگر همراهان بسیار طولانی سپری شد. زیرا آنقدر آشفته بودند که نتوانستند بخوابند. روز بعد دوازدهم دسامبر بود. از هفت صبح روز دوازدهم تا هشت و چهل و پنج دقیقه عصر بیست و یکم نه روز و سیزده ساعت و چهل و پنج دقیقه مانده بود. پس اگر فیل فوگ شب قبل با چاینا که یکی از بهترین کشتی های خط کانرد به حساب می آمد رفته بود، در موعد مقرر به لیورپول و سپس به لندن می رسید. آقای فوگ از خدمتکارش خواست که منتظر او بماند و به بانو آودا بگوید که هر لحظه آمادگی رفتن باشد و هتل را تنهایی ترک کرد. آقای فوگ به سواحل هاتسون رفت و در میان کشتی هایی که به اسکله بسته شده یا در رود لنگر انداخته بودند با دقت به جستجوی آنهایی پرداخت که آماده رفتن بودند. بسیاری از کشتیها پرچم مسلسی شکلی را به نشانه حرکت برافراشته بودند و آماده می شدند تا در مد صبحگاهی به دریا بزنند. چرا که در بندر وسیع و بینظیر نیویورک روزی نیست که صد کشتی برای رفتن به اقصا نقاط جهان از آن خارج نشود. اما بیشترشان کشتی های بادبانی بودند و به درد فیل آسفوگ نمی خوردند. به نظر می آمد که جنتلمن در آخرین تلاشش ناموفق مانده که ناگهان در فاصله بین دو عرشه که به اندازه یک زنجیر دریانوردی است چشمش به یک کشتی تجاری با موتور بخار افتاد که بدنی باریکی داشت و از دودکش آن دود فراوانی خارج می و نشان می داد که خود را برای حرکت آماده می کند. فیل قایقی صدا زد و سوار شد. با چند ضربه پارو به نردبان هنریتا رسید که یک کشتی بخار با بدنی آهنی بود. اما تمام بخشهای فوقانیش از چوب ساخته شده بود. ناخدای هنریتا توی کشتی بود. فیل رفت روی عرشه و خواست ناخدا را ببیند و او بلا فاصله آمد. مردی بود پنجاه ساله. گرگی دریا دیده. مردی بداخلاق که کنار آمدن با او آسان نبود. با چشمان درشت، پوستی به رنگ مس زنگ زده، موهای قرمز و گردنی کلفت. هیچ نشانی از آدم امروزی نداشت. فیلاس پرسید، ناخدا؟ خودمم. من فیلاس هستم از لندن. و من اندرو اسپیدی هستم از کاردیف. میخواین حرکت کنین؟ یه ساعت دیگه. مقصدتون؟ بردو. و بارتون؟ شکمشو پر از سنگ کردم. هزینه بار نمیگیرم در عوض وزنه تعادل کشتی. مسافر دارین؟ مسافر ندارم. هیچ وقت مسافر سوار نمی کنم. کالای دست و پاگیر رو پر حرفیه. کشتیتون خوب کار میکنه؟ بین یازده تا دوازده گره دریایی. هنریتا رو همه میشنسن حاضرین منو به لیورپول ببرین منو سه نفر دیگه لیورپول؟ چرا به چین نریم؟ من میگم لیورپول نه 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 من دارم به بردو میرم و به بردو میرم به هر قیمتی؟ به هر قیمتی ناخدا طوری حرف میزد که اجازه ی هیچ جوابی را نمیداد فیلاس فوگ گفت اما صاحبای هنریتا ناخدا جواب داد خودمم کشتی مال منه ازتون کرایه میکنم نه ازتون میخرم نه فیلاس فوگ پلک هم نزد با این حال وضعیت دشواری بود نیویورک مثل هنگ کنگ نبود و ناخدای هنریتا هم مثل صاحب تانکادر نبود. تا به حال پول جنتلمن توانسته بود هر مانعی را از سر راهش بردارد. این بار پول چار ساز نبود. در هر حال بایست راهی برای گذشتن از اقیانوس اطلس با کشتی پیدا می کرد. مگر اینکه با بالون این کار را می کرد که بسیار ماجراجویانه و در نتیجه غیر ممکن بود. به نظر می آمد فکری به ذهن فیلاسفاگ خطور کرد. زیرا به ناخدا گفت خب حاضرین منو به بردو ببرین؟ نه حتی اگه دویست دلار بدین من بهتون دو هزار تا میدم برای هر نفر؟ برای هر نفر و شما چهار نفرین؟ چهار نفر ناخدا اسپیدی شروع کرد به خاراندن پیشانیش نزدیک بود پوستش را قلوه کن کند هشت هزار دلار گیرش می آمد. بدون اینکه سفرش تغییر کند ارزش این را داشت که دشمنی خود را با موجودی به نام مسافر کنار بگذارد. وانگهی مسافرین دو هزار دلاری دیگر مسافر نبودند، کالایی با ارزش بودند. ناخدا اسپیدی فقط گفت من ساعت نه حرکت می کنم و اگه شما و دوستاتون اینجا باشین آقای فوگ به سادگی گفت ما ساعت نه در کشتی خواهیم بود ساعت هشت و نیم بود پیاده شدن از هنریتا، سوار درشکه شدن، رفتن به هتل سنت نیکولاس، آوردن بانو آبودا، پاسپارتو و فیکس جدا نشدنی که با سخاوت دعوت به همراهی شده بود. جنتلمن تمام این کارها را با آرامشی انجام داد که در هیچ موقعیتی ترک نمی کرد. هنگامی که هنریتا بندر را ترک می کرد، هر چهار نفر در کشتی بودند. وقتی پاسپارتو فهمید آن سفر چقدر خرج برداشته آنچنان آه بلندی از نهادش برخاست که تمام گام های موسیقی در آن شنیده میشد. شد. بازرس فیکس با خود گفت که یقینا بانک انگلستان از این ماجرا جان سالم به در نخواهد برد. در واقع اگر بالاخره می رسیدند و آقای فوگ دیگر پولی را در دریا می ریخت بیش از هفت هزار پوند از اسکناس های داخل ساک کم شده بود. یک ساعت بعد کشتی بخار هنریتا از شناور چراغداری که ورودی هاتسون را نشان میداد عبور کرد. دماغه سندی هوک را دور زد و وارد دریا شد. در طول روز در امتداد لانگ آیلند حرکت کرد. از کنار آتش فایر آیلند گذشت و با سرعت به سمت شرق رفت. در روز بعد، سیزده دسامبر، سر ظهر مردی روی ارچه آمد تا موقعیت کشتی را تعیین کند. مسلما همه خیال می کردند آن مرد ناخدا اسپیدی است. به هیچ وجه او جناب آقای فیلاس بود. ناخدا اسپیدی در کابین خود زندانی شده بود و عربده هایی می زد که نشان از خشمی بی انتها اما قابل بخشش داشت. اتفاق بسیار ساده ای افتاده بود. فیلاس فوگ می خواست به لیورپول برود. ناخدا نمی خواست او را به آنجا برساند. پس فیل قبول کرده بود به بردو برود و در طول سی ساعتی که در کشتی بود به کمک اسکناس هایش موفق شده بود تمام خدمه کشتی یعنی ملوانان و آتشکاران را بخرد. خدمهای که کمی مشکوک بودند و میانه خوبی با ناخدا نداشتند. حال میفهمید که چرا فیل آسفوگ به جای ناخدا اسپیدی هدایت کشتی را به دست گرفته بود. ناخدا در اتاقش زندانی شده بود و هنریتا به سمت لیورپول پیش می رفت. اما با دیدن مهارت آقای فوگ در هدایت کشتی به وضوح میشد فهمید که او قبلا دریانورد بوده است. حالا بعدا میفهمید که ماجرا چطور به پایان می رسد. با این همه بانو آودا با اینکه چیزی نمی گفت نگران بود. فیکس در ابتدا مات و مبهود شده بود اما پاسپارتو آن کار را تحسین می کرد. ناخدا گفته بود بین یازده و دوازده گره دریایی و در حقیقت هنریتا به طور میانگین چنین سرعتی داشت. پس اگر، باز هم اگر، پس اگر دریا طوفانی نمیشد، باد به سمت شرق تغییر جهت نمیداد، کشتی مشکلی پیدا نمی کرد، موتور بخار خراب نمی شد، هنریتا می توانست در عرض نه روز دوازده تا بیست و یک دسامبر سه هزار مایل فاصله بین نیویورک و لیورپول را طی کند. البته وقتی می رسیدند قضیه هنریتا به قضیه بانک اضافه می شد و می توانست جنتلمن را فراتر از جایی که می خواست ببرد. در روزهای اول بهترین شرایط برای دریانوردی مهیا بود. دریا زیاد متلاطم نبود و باد ظاهرا در جهت شمال شرقی ثابت مانده بود. بادبان را برفراشتند و هنریتا مانند اطلس پیمایی واقعی به راه خود ادامه داد. پاسپارتو خوشحال و مسرور بود. آخرین چاهکار اربابش که هیچ نمیخواست به آخر و عاقبت آن فکر کند او را سر شوق آورده بود. خدمه کشتی هرگز چنین پسر شاد و پر جنب و جوشی ندیده بودند. رفتار دوستانه با ملوانان داشت و با حرکات آکروباتیکش حیرت زده ایشان می کرد. با بهترین نامها صدایشان میزد و با خوشایندترین نوشیدنی ها ازشان پذیرایی می کرد. به چشم او ملوانان مانند جنتلمن ها کار می کردند و آتشکارها مانند قهرمانان موتور کشتی را گرم می کردند. اخلاق خوبش به همه سرایت کرده بود. او گذشته را با تمام سختی ها و خطرهایش به فراموشی سپرده بود. فقط به هدفی که داشتند و بسیار به آن نزدیک شده بودند فکر می کرد و گاهی آنچنان از آتش بی به جوش می آمد که انگار کوره هنریتا داغش می کرد. پسر شریف اغلب دور بر فیکس میچرخید و با نگاهی پر معنی براندازش میکرد. اما با او حرف نمیزد زیرا دیگر هیچ صمیمیتی بین آن دو دوست وجود نداشت. راستش باید گفت که فیکس چیزی سر در نمی آورد. تصاحب کردن هنریتا، خریدن خدمه کشتی، آن فوگ که مانند دریانوردی تمام ایار کشتیرانی رانی میکرد، تمام این چیزها گیجش کرده بود. دیگر نمیدانست چطور فکر کند. اما هرچه باشد از جنتلمنی که با سرقتی پنجاه و پنج هزار پندی شروع کرده بود دزدیدن کشتی هم بر می آمد. و طبیعتاً فیکس به این نتیجه رسیده بود که هنریتا که فوگ هدایتش میکرد به هیچ وجه به لیورپول نمی رفت بلکه به نقطه ای از دنیا میرفت که سارقی که دیگر دزد دریایی شده بود احساس امنیت کند. باید اعتراف کرد که چون این منطقی به نظر می رسید و بازرس از اینکه وارد این ماجرا شده بود احساس ندامت می کرد. و اما ناخدا اسپیدی او همچنان در کابینش اربده میزد و پاسپورتو که مسئول قضا دادن به او شده بود با اینکه پرزور بود با احتیاط تمام این کار را انجام میداد. آقای فوگ طوری رفتار میکرد انگار هیچ وقت هیچ ناخدایی در آن کشتی نبوده. در سیزدهم دسامبر به انتهای پشته های بزرگ نیوفاندلند رسیدند. آنجا منطقه بدی است. به خصوص در زمستان که بسیار مهالود و شدت باد وحشتناک است. از شب قبل فشارسنج به طور ناگهانی پایین آمده و تغییرات آتی جوی را پیش بینی کرده بود. در واقع در طول شب سرما شدت گرفت و باد در جهت جنوب شرقی تغییر مسیر داد. حادثه نابهنگامی بود. آقای فوگ برای اینکه راهشان کج نشود مجبور شد بادبانها را محکم و فشار بخار را زیاد کند. با این حال با وضعیتی که دریا داشت و موجهای بلندی که به جلوی کشتی برخورد می کرد از سرعتشان کم شد. کشتی دوچار نوسانات طولی شدیدی شد که جلوی حرکت آن را می گرفت. باد داشت به طوفان تبدیل می شد و هنوز هیچ نشده به این فکر افتادند که نکند هنریتا دیگر نتواند در برابر امواج دریا صاف بیستد. وانگهی فرار کردن از آن مخمسه کار چندان آسانی نبود. چهره پاسپارتو همزمان با آسمان تیره گشت. پسر شریف در طی دو روز ترس مرگباری را تجربه کرد. اما فیلیاس فوگ دریا نورده کار ای بود و می دانست چطور در برابر دریای خروشان تاب بیاورد و در تمام مدت به راه خود ادامه داد و از توان موتور بخار کم نکرد. هنریتا وقتی نمی توانست از روی موجی بپرد از میان آن عبور می کرد. دریا عرشه را آب و جارو می کرد اما رد می شد. گاهی اوقات وقتی موجی کوه مانند عقب کشتی را بلند می کرد، پروانه موتور از آب بیرون می آمد و با پرهاگش هوا را هم می زد، اما همچنان به جلو پیش می رفته. با این حال آنطور که واهمه داشتند، باد سرمایه زیادی با خود نیاورد. از آن توفانهایی نبود که با سرعت 90 مایل در ساعت حرکت می کنند. در حد بادی تند باقی ماند. اما متاسفانه با سماجت تمام در جهت جنوب شرقی میوزید و امکان استفاده از بادبانها را نمیداد. در نتیجه آنطور که خواهیم دید مجبور میشوند به یاری موتور بخار بشتابند. در 16 دسامبر از زمان حرکتشان از لندن 75 روز میگذشت. در کل هنریتا هنوز تأخیر نگران کننده نداشت. تقریبا نصف راه را رفته و از دشوارترین نقاط گذشته بودند. اگر تابستان بود کارشان راحت تر می شود. اما در زمستان در معرض آب و هوای بد بودند. پاسپارتو هیچ اظهار نظری نمی کرد. در دلش امیدوار بود و فکر می کرد اگر باد نیاید حداقل می توانند روی موتور بخار حساب کنند. اما در آن روز آتشکار روی عرشه آمد و پیش آقای فوگ رفت و با عصبانیت با او گفتگو کرد. پاسپارتو بدون آنکه دلیلش را بداند و بیشک با نوعی حس پیشاگاهی مسترب شد. با دقت گوش سپرد تا بلکه چیزی بشنود. چند کلمه ای از زبان اربابش دستگیرش شد. به حرفی که میزنین اطمینان دارین؟ آتشکار جواب داد. مطمئنم آقا فراموش نکنین که از وقتی راه افتادیم تمام دیگای بخارمون با حرارت زیاد روشنن و اگه میتونستیم با این مقدار زغال سنگ با سرعت ملایم از نیویورک تا بردو بریم برای رفتن تا لیورپول اونم با سرعت زیاد زغال سنگمون کافی نیست آقای فوگ گفت فکری به حالش میکنم پاسپارتو متوجه قضیه شد استرابی مرگبار سر تا پایش را فرا گرفت. زغال سنگ داشت تمام میشد. با خود گفت: اگه اربابم چاره برای اون پیدا کنه یقینا مرد فوق العاده ایه. و وقتی با فیکس روبرو شد نتوانست او را در جریان غذایا قرار ندهد. بازرس با دندان به هم فشرده جواب داد: پس خیال میکنین داریم به لیورپول میریم؟ مسلمان بازرس گفت و شانه بالا انداخت و رفت پاسپارتو خواست به تندی جواب دندان شکنی به فیکس بدهد اما با خود گفت که مرد بیچاره حتما بعد از اینکه به اشتباه دور دنیا چرخیده بسیار معیوس شده و به غرورش برخورده و از ملامت کردن او پشیمان شد و حالا فیل آسفوگ میخواست چه کار کند؟ تصورش دشوار بود با این حال به نظر می‌آمد جنتلمن خیشتندار به نتیجه رسیده بود زیرا عصر همان روز آتشکار را صدا زد و گفت آتشو زیاد کنین و اونقدر ادامه بدین تا سوخت تموم شه چند لحظه بعد دودکش هنریتا سیلاسا دود بیرون میداد پس کشتی با سرعت تمام به راه خود ادامه داد اما همانطور که پیش بینی شده بود دو روز بعد در هجدهم دسامبر آتشکار خبر داد که سوختشان ته کشیده است. آقای فوگ گفت: آتیش رو کم نکنین برعکس سوپاپ ها رو پر کنید. آن روز حوالی ظهر پس از اینکه فیلیاس فوگ ارتفاع و موقعیت کشتی را محاسبه کرد پاسپارتو را صدا زد و از او خواست که برود و ناخدا اسپیدی را بیاورد. انگار به آن پسر شجا دستور بدهند که برود و ببری را آزاد کند. از سینگاه نگاه کشتی پایین رفت و با خود گفت حتما خیلی عصبانی میشه. در واقع چند دقیقه بعد بومبی با فریاد و دشنام به روی عرشه آمد. آن بمب ناخدا اسپیدی بود. واضح بود که به زودی منفجر میشد. ما کجاییم؟ این اولین چیزی بود که در میان نفس تنگی ناشی از خشم بیان کرد. مسلما چیزی نمانده بود که سکته و جان به جان آفرین تقدیم کند. با چهره برافروخته تکرار کرد. ما کجاییم؟ آقای فوگ با خون سردی تمام جواب داد. در 770 مایلی لیورپول. اندرو اسپیدی فریاد زد. جزد دریایی. آقا، من گفتم شما رو بیارن تا دریا نورد بی ارزه فیلاسفوگ ادامه داد تا از شما بخوام که کشتیتون رو به من بفروشین نه لعنت به هرچی شیطون نه آخه من مجبورم اونو بسوزونم کشتیمو بسوزونین؟ ولی لاقل بخش بالای اونو برای اینکه سوخت نداریم ناخدا اسپیدی که دیگر نمی توانست کلمات را درست بر زبان بیاورد فریاد زد. کشتی ما بسوزونین؟ کشتی که پنجاه هزار دلار می ارزه؟ یک دست اسکناس به سمت ناخدا گرفت و جواب داد. اینام شست هزار دلار. این کار تأثیر عجیبی بر اندرو اسپیدی گذاشت. آمریکایی واقعی نیستید اگر با دیدن شست هزار دلار هیجان زده نشوید. ناخدا بلافاصله عصبانیتش، زندانی شدنش و دلخوریش از مسافرین را فراموش کرد. از عمر کشتیش 20 سال میگذشت. گذشت. معامله بسیار پرسودی بود. بمب دیگر نمی توانست بترکد. آقای فوگ فیتیله آن را درآورده بود. با لحنی که به طرز عجیبی ملایم شده بود پرسید، و بدنه آهنی اون برام میمونه؟ بدنه آهنی و موتور آقا میپذیرین؟ میپذیرم اندرو اسپیدی دسته اسکناس ها را گرفت شمرد و توی جیبش گذاشت در طول آن گفتگو پاسپارتو رنگ به رخ نداشت فیکس هم چیزی نمانده بود که خونریزی مغزی بکند نزدیک به 20 هزار پوند خرد شده بود و با این حال فوگ بدنه کشتی و موتور را برای فروشنده میگذاشت. یعنی تقریبا کل ارزش کشتی را. به راستی پول به سرقت رفته از بانک پنجاه و پنج پوند بود. وقتی اندرو اسپیدی پولها را در جیبش گذاشت، آقای فوگ به او گفت آقا امیدوارم از تمام این چیزها تعجب نکنین بدونید که اگه من در 21 دسامبر در ساعت 8:45 دقیقه عصر در لندن نباشم 20 هزار پوند میبازم به کشتی نیویورک نرسیدم و چون مایل نبودین منو به لیورپول ببرین اندرو اسپیدی فریاد زد کار درستی کردم چرا که حالا به لطف این کشتی لعنتی پنجا هزار دلاری حداقل چهل هزار دلار سود کردم سپس با لحنی آرامتر اضافه کرد یه چیزی رو میدونی ناخدا فوگ بله ناخدا فوگ شما هم یه رگ آمریکایی دارین و بعد از اینکه از دید خودش از مسافرش تعریف کرد خواست برود که از فوگ پرسید حالا این کشتی مال منه؟ مسلما از کف کشتی تا نوک دکل البته فقط بخشای چوبی اون خب بخشهای داخلی رو خراب کنین و با آشغالاش بسوزونین میتوان حد زد که برای حفظ فشار کافی بخار چه مقدار از آن چوبهای خشک را لازم داشتند آن روز عرشه روی سینگاه کشتی، تاقها، کابینها، جایگاه و پلهای فرعی را توی کوره انداختند. در روز بعد، 19 دسامبر، مجموعه دکلها، قایقها و تیرکهای بادبانها را سوزاندند. دکلها را انداختند و با ضربات تبر تکه تکه کردند. خدمه کشتی با جان و دل کار می کردند. پاسپارتو می تراشید، می برید، می کرد. خلاصه جای ده نفر کار می کرد. به جنون خراب کردن دوچار شده بودند در روز بعد، 20 دسامبر، نرده ها، جان پناه ها، بخش های خارج از آب و بیشترین قسمت عرشه را خراب کردند از هنریت ها چیز زیادی باقی نمانده و مانند یک دوبه شده بود اما در همان روز ساحل ایرلند و فانوس جزیره فستنت را دیدند با این حال در ساعت ده شب هنوز داشتند از کنار کوینز تاون میگذشتند. فیلاسفوگ فقط 24 ساعت برای رسیدن به لندن وقت داشت اما هنریتا همان مقدار زمان لازم داشت تا به لیورپول برسد حتی اگر با تمام سرعت پیش میرفت. و بالاخره جنتلمن جسور سوخت کم می آورد آقابت ناخدا اسپیدی که داشت به این ماجرا علاقمند میشد گفت آقا واقعا دلم براتون میسوزه همه چیز علیه شماست ما تازه به کوینستاون رسیدیم آقای فوگ گفت آه پس این نورایی که میبینیم مال شهر کوینز بله میتونیم وارد بندر شیم تا سه ساعت دیگه نمیتونیم فقط هنگام مد دریا فیلاس فوگ با خونسردی جواب داد صبر میکنیم بر چهرهش هیچ نشانی از فکری تازه که به مغزش خطور کرده باشد و بخواهد برای مبارزه با بدشانسی امتحانش کند دیده نمیشد. در واقع کوینزلند بندری در سواحل ایرلند بود و کشتی های اطلس پیمایی که از ایالات متحده می آمدند هنگام عبور بسته نامه های خود را آنجا پیاده می کردند. آن نامه ها با قطارهای سریع و سیری که همیشه آماده ی حرکت بودند به دوبلین برده می شدند. از دوبلین با کشتی های بخار پرسرعت به لیورپول می رفتند و اینطوری دوازده ساعت از سریع ترین کمپانی های کشتیرانی پیشی می گرفتند. فیلاسفوگ قصد داشت مانند نامه های آمریکایی دوازده ساعت جلو بزند. به جای اینکه عصر روز بعد با هنریتا به لیورپول برسد، ظهر به آنجا می رسید. و در نتیجه می توانست قبل از ساعت 8:45 دقیقه به لندن برسد. ساعت یک صبح هنگام مد کامل دریا هنریتا وارد بندر کوینزلند شد. ناخدا اسپیدی دست فیلاسفوگ را با قدرت تمام فشرد و روی کشتی لخت اش ماند که هنوز به اندازه ی نصف مبلغی که فروخته بود ارزش داشت. مسافرین بلافاصله فاصله پیاده شدند. فیکس در آن لحظه میل شدیدی به دستگیری آقای فوگ احساس کرد. با این حال این کار را نکرد. چرا؟ در درونش چه چیزی میگذشت؟ آیا طرفدار آقای فوگ شده بود؟ بالاخره فهمیده بود که اشتباه می کرده؟ در هر حال فیکس آقای فوگ را ترک نکرد. در ساعت یک و نیم صبح با آقای فوگ بانو آودا و پاسپارتو سوار قطار کوینز شد و سهرگاه به دوبلین رسید و بلا فاصله سوار یکی از آن کشتی های بخاری شد که مانند موشک های فولادی واقعی و کاملا ماشینی هستند و سوار شدن بر امواج را کسرشن شن می دانند و همیشه از میانشان میگذرند. گذرند. عاقبت در 21 دسامبر 20 دقیقه مانده به ظهر فیل آسفوگ پا بر سکوی لیورپول نهاد تا لندن 6 ساعت بیشتر فاصله نداشت اما در آن لحظه فیکس نزدیک شد دستش را روی شانه او گذاشت حکم جلوش را نشان داد و گفت شما آقای فیل آسفوک هستین؟ بله آقا به نام ملکه شما رو بازداشت می کنم فیل در بازداشت به سر می برد او را در پاسگاه کاستم هاوس واقع در گمرک لیورپول زندانی کردند و بایست تا انتقالش به لندن شب را در آنجا می گذراند. هنگام دستگیری پاسپارتو خواست به کاراگاه حمله کند اما مأمورین پلیس جلوی او را گرفتند. بانو آودا که از ماجرا بی اطلاع بود و از خشونت مأمورین وحشت زده شده بود چیزی سر در نمی آورد. پاسپارتو ماجرا را برایش توضیح داد. آقای فوگ آن جنتلمن شریف و شجاع که جانش را مدیون او بود به جرم دزدی بازداشت شده بود. زن جوان علیه چنین اتهامی اعتراض کرد. قلبش به درد آمد و وقتی متوجه شد برای نجات دادن ناجی خود نه کاری از دستش برمی آید و نه تلاشی می تواند بکند اشک از چشمانش جاری شد فیکس جنتلمن را دستگیر کرده بود چون وظیفهش اینطور ایجاب می کرد درباره اینکه گناهکار بود یا نه دادگاه تصمیم می گرفت اما ناگهان فکری به مغز پاسپارتو خطور کرد این فکر وحشتناک که یقیناً او مسبب تمام این بدبختی ها بود. در واقع چرا این قضیه را از آقای فوگ پنهان کرده بود؟ وقتی فیکس برایش فاش کرده بود بازرس پلیس است و چه مأموریتی دارد؟ چرا از او خواسته بود که چیزی به اربابش نگوید؟ اگر آقای فوگ مطلع میشد بدون شک مدارکی دال بر بیگناهیش برای فیکس رو میکرد به اون نشان میداد که اشتباه میکند و در هر حال آن مأمور مزاحم را که مهمترین دغدغش دستگیری او به محض قدم گذاشتن بر خاک بریتانیا بود با خود همراه نمی کرد و خرج سفرش را نمیداد. پسر بینوا با فکر کردن به کارهای اشتباه و نسنجیدهش به شدت پشیمان شده بود. گریه می کرد و دیدنش دل آدم را به درد می آورد. دلش می خواست سر از تن خود جدا کند. پاسپارتو و بانو آودا با وجود سرما در ایوان ستوندار گمرک ماندند. هیچ کدام نمیخواستند آنجا را ترک کنند. میخواستند برای یک بار هم که شده آقای فوگ را دوباره ببینند. و اما جنتلمن داستان او به راستی و طبق موازین ورشکست شده بود. آن هم درست در زمانی که به هدفش نزدیک شده بود. آن دستگیری او را به طور جبران ناپذیری نابود می کرد. در 21 دسامبر 20 دقیقه مانده به ظهر به لیورپول رسیده بود و بایست خودش را تا ساعت 8:45 دقیقه به باشگاه اصلاحات می رسند. یعنی 9 ساعت و 15 دقیقه بعد. در حالی که برای رفتن به لندن فقط 6 ساعت زمان لازم داشت. در آن لحظه اگر کسی وارد مقر گمرک میشد، آقای فوگ را میدید که خون سرد و بدون هیچ عصبانیتی بی حرکت روی نیمکتی چوبی نشسته بود. نمی توان گفت که تسلیم شده بود، اما آن آخرین ضربه نیز منقلبش نکرده بود. حداقل در ظاهر. آیا درونش یکی از آن خشمهای مخفی و فرو خورده و در نتیجه ترسناک داشت شکل می گرفت که در آخرین لحظه با نیروی مقاومت ناپذیر منفجر می شوند؟ نمی دانیم. اما فیل آرام بود و منتظر. منتظر چی؟ آیا هنوز قدری امید داشت؟ وقتی در زندان به رویش بسته شد، آیا هنوز به موفقیت اعتقاد داشت؟ هرچه بود آقای فوگ با دقت ساعت خود را روی میزی گذاشته بود و حرکت اقربه هایش را تماشا می کرد. لب به سخن نمی گشود، اما نگاهش خیرگی خاصی داشت. در هر حال وضعیت دشواری بود و اگر هم نمیشد فکر او را خواند این طور خلاصه میشد فیلاس فوگ جنتلمن شریف ورشکست شده بود مرد دقلکار دستگیر شده بود آیا به فکر نجات خود بود؟ آیا به این می اندیشید که ببیند بازداشتگاه راه فراری دارد؟ به فکر فرار بود؟ آدم وسوسه می شود چون این تصوری بکند زیرا یک بار دور اتاق را بررسی کرد. اما در محکم بسته شده بود و پنجره نرده های آهنی داشت. پس دوباره نشست و از توی کیفش روز شمار سفرش را درآورد. روی سطری که نوشته شده بود 21 دسامبر شنبه لیورپول اضافه کرد این روز یازده و چهل دقیقه صبح و منتظر ماند. ساعت کاستم هاوس یک بار نواخت. آقای فوگ متوجه شد که ساعتش دو دقیقه جلوست. ساعت دو شد. اگر همان موقع سوار قطار سریع و سیر می شد، هنوز می توانست قبل از ساعت 8.45 دقیقه در لندن و در باشگاه باشد. پیشانیش کمی چین خورد. در ساعت دو و سی و سه دقیقه صدایی از بیرون شنیده شد. سر و صدای درهایی که باز می شدند. صدای پاسپارتو آمد. صدای فیکس آمد. چشمان فیلاسفوگ لحظه ای برق زد. در بازداشتگاه باز شد. بانو آودا پاسپارتو و فیکس را دید که سراسیمه وارد شدند. فیکس نفسش در نمی آمد و موهایش به هم ریخته بود. نمی توانست حرف بزند. تته پته کنان گفت آقا آقا, آقا ببخشید شباهتی اصف بار سارق سه روزه که دستگیر شده شما آزاد فیلاس فوگ آزاد بود به سمت کارگاه رفت خوب نگاهش کرد و با تنها حرکت سریعی که در تمام طول زندگیش انجام داده بود دستانش را به عقب برد. سپس با دقت یک دستگاه خودکار دو مشت به کارگاه بیچاره زد. پاسپارتو فریاد زد خوب نوش جان کرد و جمله عجیبی ساخت که فقط یک فرانسوی قادر به بیان آن بود و اضافه کرد به این میگن یه مشت جانانه انگلیسی فیکس که نقش زمین شده بود چیزی نگفت. آن مشت حقش بود. اما آقای فوگ، بانو آودا و پاسپارتو بلا فاصله گمرک را ترک کردند. سوار درشگهی شدند و خود را به ایستگاه لیورپول رساندند. فیلاس فوگ سراغ قطار سریع و سیری به مقصد لندن را گرفت. ساعت دو و چهل دقیقه بود. قطار سریع و سیر سی و پنج دقیقه قبل حرکت کرده بود. پس فیل آسفوگ یک قطار ویژه درخواست کرد. چندین لوکوموتیو با قدرت بالا موجود بود اما به دلیل الزامات خدمت رسانی قطار ویژه قبل از ساعت سه ایستگاه را ترک نمی کرد. در ساعت سه فیل آسفوگ چند کلمه ای درباره پاداش با لوکوموتیو ران صحبت کرد و به همراه زن جوان و خدمتکار وفادارش به سمت لندن به راه افتاد. بایست فاصله لیورپول تا لندن را در عرض پنج ساعت و نیم طی می کردند که اگر خط در تمام مسیر آزاد بود به سادگی عملی می شد. اما تأخیرهای اجباری پیش آمد و وقتی جنتلمن به ایستگاه رسید تمام ساعتهای لندن ده دقیقه به نه را نشان می فیلاس آن سفر دور دنیا را به انجام رساند اما با پنج دقیقه تأخیر رسید. او شکست خب در روز بعد اگر به اهالی خیابان ساویل رو می گفتند که آقای فوگ به منزلش برگشته شاخ در می آوردند. چرا که تمام درها و پنجره ها بسته بود و از بیرون خانه تغییری دیده نمی شد. در حقیقت فیل فوگ به پاسپارتو دستور خرید مقداری مواد غذایی داده و خود به خانه برگشته بود. جنتلمن آن ضربه را با خونسردی همیشگی خود تحمل کرده بود. او ورشکست شده بود. آن هم به خاطر اشتباه آن بازرس پلیس دست و پاچلفتی. پس از اینکه آن مسیر طولانی را با گامهایی مطمئن طی کرده بود، پس از اینکه هزاران مانع را از پیش پای خود برداشته، با هزاران خطر با شجاعت مواجه شده و حتی فرصت کرده بود کارهای نیکی سر راه خود انجام دهد، در بندر با اتفاقی ناگهانی که برایش قابل پیش بینی نبود و خلع سلاحش کرده بود شکست خورد. این بسیار وحشتناک بود. از پول هنگفتی که با خود برده بود فقط مبلغی جزئی باقی مانده بود. تنها دارایش بیس هزار پندی بود که نزد برادران بارینگ به امانت گذاشته بود و این بیست هزار پوند را بایست به دوستانش در باشگاه اصلاحات میداد. مسلما با آن همه خرجی که کرده بود اگر هم در شرط بندی برنده میشد چیزی به ثروتش اضافه نمیشد و به احتمال زیاد به دنبال پول دار شدن هم نبود از آن جمله مردانی بود که برای شرف و آبرو شرط بندی می کنند اما باختن در آن شرط بندی کاملا نابودش میکرد به علاوه جنتلمن تصمیم خود را گرفته بود میدانست چه کاری مانده که باید انجام بدهد. اتاقی در خانه ساویل رو در اختیار بانو آودا قرار دادند. زن جوان معیوس و ناامید بود. از روی چند کلمه ای که از زبان آقای فوک شنید فهمید افکار شومی در سر دارد. راستش میدانیم که انگلیسی های متعصب تحت فشار مشغله های ذهنی گاهی دست به چه کارهای اصفباری میزنند. به همین دلیل پاسپارتو بدون اینکه کسی متوجه بشود مراقب اربابش بود اما پسر جوان قبل از هر کاری به اتاقش رفت و چراغ گازی را که از هشتاد روز پیش روشن مانده بود خاموش کرد در صندوق پست قبضی از شرکت گاز پیدا کرده و با خود گفته بود که دیگر وقت آن رسیده که به آن همه هزینه که به پای او نوشته می شود خاتمه دهد شب گذشت آقای فوگ دراز کشیده بود اما آیا خوابش برده بود؟ بانو آودا که یک لحظه هم نتوانست پلک بر هم بگذارد. پاسپارتو مانند سگی تمام شب دم در اتاق اربابش کشیک داد. در روز بعد آقای فوگ صدایش کرد و در جملاتی بسیار مختصر از او خواست که صبحانه بانو آودا را آماده کند. خودش به یک فنجان چای و یک تکه نان توست اکتفا کرد. از بانو آودا به خاطر صبحانه و نهار عذر خواهی کرد زیرا تمام وقتش را بایست صرف ردخ و فتخ امور می کرد. پس پایین نیامد. فقط عصر از بانو آودا اجازه خواست که چند لحظه با او گفتگو کند. پاسپارتو پس از گرفتن برنامه روزانه بایست طبق آن عمل می کرد. را که همچنان تودار و خونسرد بود نگاه می کرد و نمی توانست از اتاق خارج شود. دل پر دردی داشت و وجدانش از پشیمانی در عذاب بود زیرا بیش از همیشه خود را در این مصیبت جبران ناپذیر مقصر میدانست. اگر به آقای فوگ گفته بود اگر نقشه فیکس را برایش فاش کرده بود مسلما آقای فوگ او را با خود به لیورپول نمی آورد و آن وقت فریاد زد ارباب آقای فوگ به من لعنت بفرستین تقصیر من بود که فیلاس با آرامش تمام جواب داد من هیچ کس و مقصر نمیدونم. برین. پاسپارتو اتاق را ترک کرد و پیش زن جوان رفت تا او را در جریان تصمیمات اربابش بگذارد. بعد اضافه کرد. باریو، من خودم هیچ کاری نمیتونم بکنم. هیچ کاری. هیچ نفوذی بر اربابم ندارم. شاید شما... بانو آودا جواب داد. من چه نفوذی میتونم داشته باشم آقای فوک تحت تاثیر هیچ چیزی قرار نمیگیره هرگز متوجه شده که قدر شناسی من نسبت به اون در حال لبریز شدنی؟ هرگز توجهی به احساسات درونی من کردی؟ دوست من یه لحظه هم نباید اونو تنها بذارین گفتین که اصر میخواد با من صحبت کنی؟ بله خانم مسلما میخواد درباره تثبیت وضعیت شما در انگلستان صحبت کنی زن جوان متفکرانه جواب داد پس منتظر میشیم این طوری بود که در تمام روز یک شنبه خانه ساویل رو خالی از سکنه به نظر می آمد و فیل آسفوگ برای اولین بار از زمانی که در آن خانه زندگی میکرد وقتی ساعت برج پارلمان یازده و نیم را اعلام کرد به باشگاه نرفت. چرا آن جنتلمن بایست به باشگاه اصلاحات می رفت؟ دوستانش دیگر منتظرش نبودند. زیرا شب قبل در آن تاریخ سرنوشت ساز 21 دسامبر در ساعت 8.45 دقیقه فیل آسفوگ در سالن باشگاه اصلاحات حاضر نشده و شرط را باخته بود. هیچ لزومی هم نداشت که به بانکش برود و آن 20 هزار پوند را برداشت کند. رقبایش چکی به امضای او در دست داشتند و کافی بود نزد برادران بارینگ بروند و با نوشتن متنی کوتاه آن بیست هزار پوند را به حساب خود واریز کنند. پس آقای فوگ نیازی نداشت که از خانه بیرون برود و بیرون هم نرفت. در اتاقش ماند تا وسایل خود را مرتب کند. پاسپارتو یک بند از پله های خانه ساویل رو بالا و پایین می زمان برای آن پسر جوان بینوا از حرکت باز مانده بود. دم در اتاق اربابش گوش می استاد و این کار خود را فضولی نمی دانست. از سوراخ کلید نگاه می کرد و فکر می کرد که حق دارد چنین کاری بکند. پاسپارتو در تمام مدت از واقعی اصفباری در حراس بود. گاهی اوقات به فیکس فکر می کرد. اما نظرش 180 درجه تغییر کرده بود. دیگر از بازرس پلیس کینه ای به دل نداشت. فیکس مانند هر کس دیگری درباره فیل اشتباه کرده بود و با تعقیب و دستگیر کردن او به وظیفهش عمل کرده بود. در حالی که این فکر او را به سطوح می آورد و خود را بدبخت ترین فرد عالم تصور می کرد. وقتی پاسپارتو از فرط ناراحتی دیگر نمی توانست تنهایی را تحمل کند، زربه ای به در اتاق بانو آودا می زد. وارد می شد. ساکت در گوشه ای می نشست و زن جوان را که همچنان در فکر بود تماشا میکرد. حوالی ساعت هفت و نیم عصر آقای فوگ از بانو آودا اجازه ورود گرفت و چند لحظه بعد او و زن جوان در اتاق تنها شدند. فیل فوگ یک صندلی برداشت و روبروی بانو آودا کنار شومینه نشست. در چهرهش هیچ هیجانی دیده نمیشد. فوگ از سفر برگشته درست مانند فوگ قبل از سفر بود. همان آرامش، همان خونسردی. پنج دقیقه در سکوت گذشت. سپس سرش را بالا آورد و رو به بانو آودا گفت خانم، آیا منو به خاطر اینکه شما را به انگلستان آوردم می بخشید؟ بانو آودا سعی کرد تپش قلب خود را ساکت کند و جواب داد من آقای فوک؟ آقای فوگ ادامه داد. لطفا اجازه بدین حرفم رو تموم کنم. وقتی تصمیم گرفتم شما رو از اون سرزمینی که براتون خطرناک شده بود دور کنم، مرد ثروتمندی بودم و خیال داشتم بخشی از اموالم رو در اختیارتون بذارم. میتونستیم زندگی خوش و آزادی داشته باشین. حالا ورشکست شدم. زن جوان جواب داد. میدونم آقای فوگ، و از شما میپرسم آیا منو به خاطر اینکه دنبالتون اومدم و کسی چه میدونه از اینکه شاید سهمی در تأخیر و نابودی شما داشتم میبخشین؟ خانم شما نمیتونستین در هندوستان بمونین و برای نجات خودتون بایست اونقدر دور میشدین تا دیگه دست اون متعصبین بهتون نرسه. بانو آودا گفت: پس آقای فوگ نه تنها نجات من از مرگی فجیع رازیتون نمی کنی بلکه خودیتونو موظف می دونین که موقعیت منو توی خارج تضمین کنین؟ فوگ جواب داد بله خانم اما اوزا علیه من تغییر کرد با این حال از شما اجازه میخوام که همون مقدار کمی هم رو که برامونده مونده در اختیارتون بذارم بانو آودا پرسید اما شما آقای فوگ خودتون چی میشین؟ جنتلمن به سردی جواب داد من خانم من به چیزی احتیاج ندارم اما آقا چه تصمیمی برای آینده خودتون گرفتین؟ آقای فوگ جواب داد هر طور که بهتر باشه بانو اودا ادامه داد در هر حال بدبختی سراغ آدمی مثل شما نمیاد دوستانتون خانم من دوستی ندارم خیشاوندانتون من دیگه خیشاوندی ندارم پس دلم به حالتون میسوزه آقای فوگ چرا که تنهایی بسیار دردناکه چطور هیچ کسی رو ندارین که براش درد دل کنین با این حال میگن که اگه دو نفر باشین تحمل بدبختی آسونتر میشه اینطور میگن خانم آن وقت بانو آودا برخاست. دستش را به طرف جنتلمن دراز کرد و گفت آقای فوک آیا در آن واحد یه دوست و یه خیشاوند میخواین؟ آیا منو به همسری قبول میکنین؟ آقای فوگ با شنیدن این کلمات از جایش برخاست. در چشمانش انعکاسی غیر معمول ظاهر شد و لبانش به لرزه درآمد. بانو آودا او را نگاه می کرد. صداقت، راستی، تحکم و ملایمت نگاه زیبای زنی والا و شریف که همه چیز خود را به خطر می انداخت. تا کسی را که همه چیزش را مدیون او بود نجات دهد در ابتدا او را متحیر و سپس متأثر ساخت. برای لحظه ای چشمانش را بست تا جلوی نفوذ بیشتر آن نگاه را بگیرد. وقتی دوباره چشمانش را باز کرد گفت دوستتون دارم بله براستی. به راستی به مقدسترین چیزی که در عالم وجود داره دوستتون دارم و تمام وجودم از آن شماست بانو آهودا دستش را روی سینهش گذاشت و بلند گفت آه. پاسپارتو را صدا زدند بیلا فاصله آمد آقای فوگ همچنان دست بانو آودا را در دست داشت. پاسپارتو همه چیز را فهمید و چهره پهنش مانند خورشید سر ظهر مناطق استوایی به درخشش درآمد. آقای فوگ از او پرسید که آیا برای خبر کردن ساموئل ویلسون پدر روحانی در کلیسای مریلوبون دیر نیست؟ پاسپارتو گل از گلش شکفت و گفت هیچ وقت دیر نیست تازه ساعت هشت و پنج دقیقه بود گفت برای فردا دوشنبه قرار بذارم؟ آقای فوک به زن جوان نگاه کرد و پرسید برای فردا دوشنبه؟ بانو آودا جواب داد برای فردا دوشنبه؟ و پاسپارتو دوان دوان خارج شد در اینجا لازم است توضیح دهیم که پس از دستگیری سارق اصلی بانک شخصی به نام جیمز استرند در تاریخ 17 دسامبر در ادینبورگ چه تغییراتی در افکار عمومی بریتانیا به وجود آمد سه روز قبل فیل جنایتکاری بود که پلیس به شدت در تعقیبش بود و حالا جنتلمنی بسیار شریف بود که با محاسبات ریاضی در حال انجام دادن سفری عجیب به دور دنیا بود چقدر در روزنامه ها سر و صدا کرد و تأثیر گذار بود تمام کسانی که به نفع یا علیه او شرط بندی کرده و ماجرا را به فراموشی سپرده بودند به طور موجز آسایی دوباره به تکاپو افتادند تمام معاملات دوباره معتبر شدند تمام تعهدات دوباره جان گرفتند و باید گفت که شرط بندی ها با نیروی تازه از سر گرفته شدند دوباره ارزش فیل در بازار بالا رفت. آن پنج دوست جنتلمن در باشگاه اصلاحات سه روز در استراب بودند. فیل را که به فراموشی سپرده بودند دوباره به یاد آوردند. او همکنون کجا بود؟ در هفته دسامبر روز دستگیر شدن جیمز استرند هفته دو شش روز بود که از رفتن فیل میگذشت و هیچ خبری از او نداشتند. آیا جان باخته بود؟ آیا از مبارزه دست کشیده بود؟ یا طبق برنامه از پیش تعیین شده به راه خود ادامه میداد؟ و آیا در روز شنبه 21 دسامبر در ساعت 8:45 دقیقه عصر مانند خدای دقت و نظم در آستانه سالن باشگاه اصلاحات ظاهر میشد؟ قلم ما در وصف استراب و نگرانی افراد آن جامعه انگلیسی در آن سه روز ناتوان است. به آمریکا و آسیا تلگرام فرستادند تا بلکه از فیل آسفوگ خبری بگیرند. روز و شب کسانی را برای پاییدن خانه ساویل رو فرستادند. هیچ، پلیس هم نمیدانست چه بر سر کاراگاه فیکس که به طور نابه هنگام راه اشتباهی را در پیش گرفته بود آمده است. البته چون این چیزی باعث نشد که شرط بندی ها حتی در ابعاد گسترده تری دوباره از سر گرفته نشوند. فیل هاسفوگ مانند اسب مسابقه به دور آخر نزدیک می شد. شانس برنده شدنش را حالا نه یک به صد بلکه یک به بیست، یک به ده و یک به پنج تخمین می زدند. پیرمرد افلیج، لورد آلبرمال شانس او را یک به یک می دانست. به همین دلیل شنبه عصر در پالمال و خیابانهای اطراف آن ازدهام شده بود. انگار دلالان و واسطگران به طور دائم دوروبر باشگاه اصلاحات جمع شده و مشغول کسب و کار بودند. جلوی رفت و آمد گرفته شده بود. در مورد ارزش فیلاسفاگ درست مانند املاک و دارایی های انگلیس بحث می کردند, مشاجره می کردند, فریاد می زدند. پلیس به سختی کنترل مردم را در دست داشت و همینطور که زمان رسیدن فیل آسفوگ نزدیکتر میشد، هیجان مردم نیز ابعاد عجیب و غریبی پیدا می کرد. آن روز دوستان جنتلمن از ساعت نه صبح در سالن باشگاه اصلاحات جمع شده بودند. دو بانکدار جان سالیوان و ساموئل فالنتین، مهندس اندرو استوارت، گوتیه رالف رئیس بانک انگلستان و توماس فلاناگان ساز همه با نگرانی انتظار می کشیدند. هنگامی که ساعت دیواری سالن بزرگ ساعت 8:25 و و دقیقه را اعلام کرد، اندرو استوارت برخاست و گفت: آقایون تا 20 دقیقه دیگه مهلت توافق شده بین ما و فیلاسوگ به پایان میرسه. توماس فلاناگان پرسید: آخرین قطار لیورپول کی رسیده؟ گوتی رالف جواب داد ساعت هفت و بیست و سه دقیقه و قطار بعدی ده دقیقه بعد از نیمه شب میرسه اندرو استوارت ادامه داد خب آقایون اگه فیلاسفوک با قطار هفت و بیست و سه دقیقه رسیده بود الان پیش ما بود پس میتونیم بگیم که شرط و باردیم ساموئل فالنتین گفت صبر کنیم و زود قضاوت نکنیم میدونیم دوستمون آدم فوق العاده عجیبیه و دقتش در همه چیز بینظیره. اون هیچ وقت نه خیلی زود و نه خیلی دیر میرسه. اون در لحظه آخر خواهد رسید. اگه غیر از این باشه تعجب میکنم. اندرو استوارت که مثل همیشه عصبی بود گفت و من حتی اگه اونو ببینم باور نمیکنم. توماس فلانگان ادامه داد. در واقع برنامه فیل احمقانه بود. اون هر قدرم که دقیق باشه نمیتونه جلوی تأخیرهای اجتناب ناپذیر رو بگیره و یه تأخیر دو سه روزه میتونست به سفرش لطمه بزنه. جان سالیوان اضافه کرد. وانگهی، متوجه این که ما هیچ خبری از دوستمون دریافت نکردیم و این در حالیه که خطوط تلگراف در مسیر سفرش کم نبوده. اندرو استوارت گفت اون باخته آقایون اون صد بار باخته در حقیقت میدونین که چاینا تنها کشتی نیویورک که میتونسته سوار شه و به موقع به لیورپول برسه دیروز رسیده اینم فهرست مسافرین که مجله کشتیرانی چاپ کرده نام فیلاسفوگ در اون دیده نمیشه دوستمون خیلی شانس آورده باشه الان باید در آمریکا باشه نسبت به تاریخ توافق شده من حداقل 20 روز تأخیر رو تخمین میزنم و لورد آلبرمال هم پنج هزار پندشو از دست میده گوتی رالف گفت این مسلمه و ما فردا فقط کافیه پیش برادران بارینگ بریم و چک آقای فوگو وصول کنیم اندرو استوارت گفت پنج دقیقه دیگه آن پنج عضو باشگاه به یکدیگر نگاه می کردند. می توان حدس زد که زربان قلبشان کمی شدت گرفت. زیرا برای قماربازان هرفهی هم موقعیت حساسی بود. اما نمی خواستند چیزی بروز بدهند. زیرا به پیشنهاد ساموئل فالنتین سر میز بازی نشستند. اندرو استوارت در حالی که می نشست گفت من چهار هزار پوند سهمم تو شرط بندی رو نمیدم مگه اینکه سه هزار و و نود تا به هم پیشنهاد کنن در آن لحظه اقربه های ساعت هشت و چهل و دو دقیقه را نشان میدادند بازیکنان ورق در دست داشتند اما چشمشان مدام به ساعت خیره میشد باید از آن کرد که با وجود اطمینانی که داشتند هیچ وقت زمان به نظرشان آنقدر طولانی نیامده بود. توماس فلانگان ورقهایی را که گوتی رالف جلوش گرفت کپ کرد و گفت هشت و چهل و سه دقیقه سپس لحظه ای سکوت شد. سالن بزرگ باشگاه آرام بود. اما از بیرون صدای هیاهوی مردم و گاهی فریادهایی بلند به گوش می رسید. آونگ ساعت با نظمی ریاضیوار سانیه ها را می شمرد. تک تک بازیکنان می توانستند یک شستم دقیقه هایی را که به گوششان می خورد بشمرند. جان سالیوان با لحنی هاکی از هیجانی ناخواسته گفت هشت و چهل و چهار دقیقه فقط یک دقیقه و شرط را برده بودند اندرو استوارت و دوستانش دیگر بازی نمی کردند ورقها را روی میز ریختند سانیه ها را می شمردند چهل سانیه هیچ پنجاه سانیه هنوز هیچ در پنجاه و پنجمین سانیه صدای رعداسایی از بیرون به گوش رسید صدای چف زدن، هورا کشیدن و حتی لعن و نفرین که تمام فضا را فرا گرفت اعضای باشگاه برخواستند در پنجاه و هفتمین ثانیه در سالن باز شد هنگامی که آونگ ساعت شستمین ثانیه را نشان میداد فیل آسفوگ به همراه جمعیتی سراپا شور که به زور وارد باشگاه شده بودند ظاهر شد با صدای آرام خود گفت آقایون من اینجام بله خود فیل آسفوگ بود به خاطر داریم که ساعت 8 و 5 دقیقه ی عصر حدوداً 25 ساعت پس از رسیدن مسافرین به لندن پاسپارتو از طرف اربابش نزد کشیش ساموئل ویلسون فرستاده شد تا او را در جریان ازدواجی که قرار بود روز بعد برگزار شود قرار دهد. پس پاسپارتو خوشحال و خندان رفت. با عجله خودش را به منزل کشیش ساموئل ویلسون رساند اما کسی در خانه نبود. پاسپارتو حداقل 20 دقیقه منتظر ماند. خلاصه ساعت 8:5 دقیقه از منزل کشیش خارج شد. اما در چه وضعیتی؟ موهای آشفته، بدون کلا و چنان دوان دوان می دوید که کسی به یاد ندارد تا کنون مردی این طور دویده باشد. آبرین سر راه خود را به زمین می انداخت و مانند بارانی سیلاسا بر پیاده رو می کوبید. در عرض سه دقیقه خودش را به خانه ساویل رو رساند و از نفس افتاده در اتاق آقای فوگ به زمین افتاد. نمی توانست حرف بزند. آقای فوگ پرسید چی شده؟ پاسپارتو تتپت کنان گفت ارباب ازدواج غیر ممکن غیر ممکن؟ غیر ممکن برای فردا چرا؟ برای این که فردا یک شنبه است آقای فوگ جواب داد دو شنبه؟ نه امروز شنبه شنبه؟ غیر ممکنه پاسپارتو فریاد زد چرا؟ 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 شما یه روز اشتباه کردین ما بیست و چهار ساعت زودتر رسیدیم اما فقط ده دقیقه باقی مونده پاسپارتو یقه اربابش را گرفت و با قدرتی مقاومت ناپذیر او را با خود برد فیلاسفوگ بدون اینکه فرصت فکر کردن داشته باشد از اتاقش و بعد از خانهش بیرون رفت و توی درشگهی پرید به درشک چی قول پاداشی صد پندی داد و بعد از زیر گرفتن دو سگ و برخورد با پنج درشکه به باشگاه اصلاحات رسید. ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه بود که وارد سالن بزرگ شد. فیلاسفوگ موفق شده بود دور دنیا را در هشتاد روز بپیماید. پیماید. موفق شده بود شرط بیست هزار پندی را ببرد. اما چطور چون این مرد دقیق و موشکافی در محاسباتش یک روز اشتباه کرده بود؟ چطور وقتی به لندن رسید خیال می کرد شنبه عصر 21 دسامبر است در حالی که جمعه 20 دسامبر بود یعنی 79 روز پس از شروع سفرش؟ این هم دلیل اشتباهش بسیار ساده است. فییللسفگ بدون اینکه متوجه بشود یک روز در سفرش جلو افتاده بود و آن هم فقط به خاطر اینکه برای سفر به دور دنیا به سمت شرق حرکت کرده بود. در حالی که اگر به سمت غرب حرکت کرده بود یک روز عقب میافتاد. در واقع فیلاسفوگ با رفتن به سمت شرق به پیش باز خورشید رفت و در نتیجه با هر درجه ای که طی کرد چهار دقیقه از طول روز کم می شد. وانگهی ما 360 درجه روی محیط کره زمین داریم و اگر این عدد را ضرب در چهار کنیم دقیقا 24 ساعت به دست می آوریم. یعنی همان یک روز جلو افتاده. به عبارت دیگر فیل آسفوگ با سفر کردن به سمت شرق 80 بار طلوع خورشید را دید. اما دوستانش که در لندن ماندند فقط 79 بار طلوع آن را دیدند. به همین دلیل در آن روز که شنبه بود و نه یک شنبه آنطور که آقای فوک تصور می کرد دوستانش در باشگاه اصلاحات منتظرش بودند. و اگر ساعت کزایی پاسپارتو که تمام مدت زمان لندن را حفظ کرده بود همانطور که ساعت و دقایق را نشان میداد روزها را هم مشخص می ساخت متوجه این موضوع میشدند. پس فیلاسفوگ بیست هزار پوند برنده شده بود. اما نظر به اینکه در طول سفرش حدود نوزده هزار پوند خرچ کرده بود، سود مالی چشمگیری نصیبش نمیشد. با وجود این همانطور که قبلا گفتیم جنتلمن عجیب بیشتر از اینکه به دنبال سود مالی باشد میخواست مبارزه کند. او حتی هزار پوند باقیمانده را بین پاسپارتوی شریف و فیکس بخت برگشته که هیچ از او دلخور نبود تقسیم کرد. اما برای رعایت نظم و انضباط هزینه 1920 ساعت گاز مصرف شده را به پای خدمتکارش نوشت. همان شب آقای فوگ با خونسردی و خیشتنداری همیشگی خود به بانو آودا گفت خانم آیا همچنان راضی به این ازدواج هستید؟ بانو آودا جواب داد آقای فوگ من باید اینو از شما بپرسم شما ورشکست شده بودین اما حالا ثروتمندین عذر میخوام خانم این ثروت به شما تعلق داره اگه شما به فکر ازدواج نمیافتدین، افتدین، خدمتکارم نزد کشیش ساموئل ویلسون نمیرفت و من متوجه اشتباهم نمی شدم و... زن جوان گفت آقای فوگ عزیز فیلاس فوگ جواب داد آودای عزیز حتما درک می کنید که مراسم ازدواج چهل و هشت ساعت بعد برگزار شد و پاسپارتو بشاش با شکوه و خیر کننده به عنوان شاهد زن جوان حضور پیدا کرد. مگر او را نجات نداده بود و لیاقت چنین افتخاری را نداشت. اما در روز بعد کله سحر پاسپارتو با سر و صدای زیاد به در اتاق اربابش زد. در باز شد و جنتلمن خونسرد ظاهر شد. چی شده پاسپارتو؟ میدونین آقا من همین الان فهمیدم چی؟ که ما میتونستیم دور دنیا رو در هفتاد و هشت روز طی کنیم آقای فوگ جواب داد مسلما اگه از هندوستان رد نمی شدیم. اما اگه از هندوستان رد نشده بودم بانو آودار رو نجات نداده بودم و اون الان همسر من نبود و و آقای فوگ به آرامی در را بست. به این صورت فیلاس فوگ شرط بندی را برد. او توانست در هشتاد روز به دور دنیا سفر کند. او برای این کار از تمام وسایل نقلیه استفاده کرد. کشتی، قطار، دروشکه، قایق، کشتی تجاری، سورتمه و فیل، جنتلمن عجیب از خصوصیات فوقلاده خود یعنی خونسردی و دقت سود برد تا به این امر نایل آید. اما بعد چی؟ در این سفر چه چیزی برده بود؟ از این سفر چه چیزی با خود آورده بود؟ شاید بگویند هیچ. البته بدون در نظر گرفتن زن جذابی که گرچه بعید به نظر می آید او را خوشبخت ترین مرد دنیا کرد در حقیقت مگر برای به دست آوردن چیزی کمتر از این حاضر نیستیم به دور دنیا سفر کنیم پایان